اپلیکیشن 724 تقدیم می کند. جریان جشنواره و جایزه بزرگ 7-240 میلیون تومان که هستی. خب این بنر مخصوص جشنواره است، روش کلیک کنید. حالا وارد این صفحه میشید. اینجا میتونید امتیازتون رو ببینید. میدونید دیگه، امتیازت بیش شانست بیشتر. به به به، سلام علیکم. سلام علیکم. خدای من خوبی؟ چطوری؟ خدا رو شکر. خراب کردم همه چی رو. بعدن درستش می‌کنم. اونا لوله‌ای ها چیزه؟ گچه. ها، شبیه چیزه. ما رو دید هول شد. شبیه تخته پاک کنه. رفقا، عرض ادب. مخلص. سلام بوی. ارادت. سلام. خیلی خوش آمدید. چه گروهیه؟ واقعا برای خود من جای تعجب داشت این گروه. این گروه ناتو. خیلی خوش اومدید. سلامت. آقا از همینجا یه معرفی مختصری داشته باشیم. شروع کنیم شاید. همه بچه ها منو میشناسن. خواهش میکنم، من روزیتام قفاری، دوست همه تونم. اینم آشنا میزنی. آره میبینی. خواهش میکنم در خدمت. خیلی خوشحالیم در خدمت. خواهش میکنم. آقای نصرالله رادش هستن. معرفی میکنم. من خودم گفتی مختصر، میخوام معرفی کنم که منم مختصر. من وحید آقاپور هستم. واقعا خوب خوشحالم که امروز در جمع شما قراره با هم ناتو بازی کنیم. ما همینطور. آره مخلصی. منم نر هستم. مختصر. آره دیگه. نصرالله رادش. مخفف نصرالله رادش. چون گفتی مختصر. نر هست. اسم هنریشون نر هست. نر. وای با. عالی. فقی سلطون. ما مختصر بودیم. سلطان و کتون چون مختصر. رفقا سلطونی صداشون میکنن. قربون قدم هاتون. که نشناسه. جرات داره نشناسه. آن سلطانی میشه فس دیگه اسم هنری. آقا اسم هنری همه رو بپرس اینجوری چی میشه؟ همیشه با این مخفف مشکل داشتم. من شدم نه. خیلی بد میشه ندی؟ نه جدی؟ من میشم مرع. من میشم رق. رق ششه رق چی؟ تو میشی چی؟ مرع. مرع چیه؟ میم ر محمد رضا. بابا دو تا حرف نر. منم میشم وا. آره وا وا محمد رضا رو فقط میم میشه. آره مع مع تو میشی مع مع مع. آقا وحید اسم من میدونی مختصرش چی میشه؟ چی میشه؟ میشه اهم. نه دو حرف دو حرف. امیر حسین مدرس. ها حسینش هم اهم اهم. قربون نر برم. اهم 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 و فل اهم. ولی ما معمولا به شما کمتر از علی مردان خان نمیگیم. ولی بچه اسم من از همه بدتر بود. خیلی بدجنسی. فس. آقا فس بگیم. فس دایست. فس. فس تو موافقم. فس باشه. بعدم فقیهم. فقیهه که نیستم که میشه فس. 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 همینجوری هم دیگه صدا کنیم. این خیلی بده. شما میشم رو. ببین آقا این که میگن با یه اعراب همه چی عوض میشه همینا. خانم رق. 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 حالا رق. 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 خانم رق. رق. خانم فس. همین دوتا هم به زور یادم بود. وا. 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 آقا وا رو بغل نر نمیشون. وا هم مکمل همان اتفاقا. نه وا نه. خب بریم. بریم آقا. و اهم 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 مع 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 یعنی همراه. مع مع یه چیزی راجبه ایشون معرفی نکرد خودشون. چرا دیگه گفتم دیگه. بابا گفت دیگه اهم دیگه. چی که همم امیر حسین مدرس چه جسارتی داره میگه اهم هستم. انصافا گروه خفنه. یک معلوم شد از مسخره بازی ها. معلوم چقدر لباساتون خوشم اومد. و نصرالله ویژه است انصافا واقعا. آره تیپ شما دوتا
متفاوت از هر جای دیگه. واسه محلیه دیگه. خیلی زیباست. خوزستان و عربا و خیلی زیبا. ما هم که عشق عربا رو داریم، دوستشون داریم. دمشون گرم. با اون کلاهایی که دو تا ربطی به هم نداره. آره فضای مختلفن، باز یه ترکیب جذابشه. آره پیشاپیش هم از شما هم از مخاطبین عزیزمون عذرخواهی می‌کنم خاطر حساسیتی که ایجاد شده و هنجره من خود گرفته به خاطر صدام... مع زیاده صدام به خاطر مع زیاده الان هی دوچار خورسک و اینا میشه. شما به بزرگواریتون ما پر میکنیم، ما پر خدا عافیتت. خب 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 میخوام بریم شروع کنیم و الان همه میدونیم که یک نفر اینجا هیلگر ماجراست. هیلگر ماجراست. از بچگی هیله‌گر. اینجا باید به هم نگاه بکنید. به هم نگاه بکنید. یه نفرتون، یه نفرتون قبلا بهش تقلب رسوند. این خانم فس. جدی میگم خانم فس همینجوری علکی آدم فکر میکنه هست. آره. هیچ کاری هم نکنه. خودش این از ایناست که گیج میکنه آدمو. آره. حالا تو ناتو هم خصوصیات و ویژگی ها مهمه، هم پاسخگویی به سوال ها مهمه. بله بله. جلو جلو به نظرم عجله نکنیم، بزنیم بریم جلو از تجمیع همه. آقا من یه سوالی دارم، این سوال ها رو کی طراحی میکنه در ما تو؟ یک مش یک مش دوستان. جدی برام جالبه ها، به نظرم سوال ها سوال های خوبی هست. بله بله. سوال ها عمدن اینطوریه. آره. و خوبیش اینه منم جواب ها رو نمیدونم، ناآگاه هم نسبت به اینکه ناتو کدومتون. آره. ممکنه به اشتباه بندازمتون و اینکه نه شما هم نمیدونید. یعنی میخوام بگم اصلا نه چه لطفی داره ماما رضا ناتو تموم بشه کلا تو کلی مطالب عجیب و غریب یاد خواهی گرفت. یاد میگیری. آره. ببین هم دوستان هم مخاطب من میبینم به من میگن که تو که بهت میگن تو میدونی. من مزه نداره. آره. اگه بدونم دیگه باید نقش بازی کنم. آفره. و از هیجان بازی بهره ای نخواهم برد. درست. برای همین ترجیح همون میگم. پس چجوری کمکمون میکنی؟ خود تو گوشم میگن. آها. ببین مثلا جایی که بخوام کمکتون بکنم به من میگن آقا جواب درسته اینه، میخوای کمک بکنی بدون تو این بازی. تو یعنی پاسخ اونجا جلوت نداری؟ نه نه من سوالا رو دارم. آها. خب من نمیدونستم اینو. سوالها رو داره با 5 تا گزینه رو. سوالو نمیدونم. درست. نباید بدونم. قشنگیش به همین. قشنگیش به اینه. نباید بدونم ناتو کدومتونین. چون منم باید ناتو پیدا کنم. این ندونستنه قشنگه. ندونستن عیب نیست. ندونستن. آره دیگه. همه در یه موقعیت و شرایطی. بعد یه جورم هست. من فکر کنم حتی اگه اونا جواب و اشتباه هم بگن هیچ کی در نهایت نمیفهمه جواب اشتباه داده شد. آره چون نمیدونی چیه. میگم این ندونستن قشنگه. اونجا تو تنهایی خودش با خودش میگه ندونستن عیب نیست. نفهمیدن عیبه. بعد بلندم نمیگه ما بشنویم. به خودش اینو گفت. ندونستن عیب نیست. بریم ببینیم اولین ویژگی ناتویی که بین شما نشسته چیه؟ چون باید با این فکر بریم بگم پوستش تیره است، لباس عربی هم تنش. اولین ویژگیش اینه که بین ما نشسته. اونه بین ما اونه. نه دیگه تو بین ما ننشست. خب آه خصوصیتشو میخواد. آره اولین خصوصیتش. خب اولین رو بگی من میگم. شما بچگی با همه بودن؟ بچگی همه رو ایشون یه بار کما رو تجربه کرد. خب آقای رفته تو کنید بار... کمار کمار چی؟ مثلا هند بوده مثلا کمار رو دیده. یک بار در بچگی رفته تو کما. کما. آقای نر میگن شما یه بار تجربه شو داشتین؟ من اگه رفته بودم کما دیگه نر نمیموندم بازم. مگه کسی از کما در میاد؟ کمد نه کما. کما یعنی یه بار رفته کما و عمرش به دنیا بوده و بله دیگه هوشیار شده و خوشبختانه الان بین ما نشسته. میشه بگی اونجا چه خبر بود؟ اونجا یه فضای فسی بوده اصلا گفتن نداره. معمولا میگن یک دالون روشنی رو من دیدم با سرعت نور. یه چیزی نمیشه بگید کی؟ کودکی چند سالگی؟ کودکی استاد
کودکی تا چه سنیه؟ کودکی من فکر کنم هممون تو بر طبق تعریف یونیسف. یونیسف. بچه‌ها یاد بگیریم. بر طبق تعریف. نمی‌بینیم. من میتونم یادداشت کنم آقای مادر. اجازه بدید. اجازه بدید من تکمیلش کنم. کودکی چقدر؟ آقا اجازه بدید من ویژگی‌رو تکمیل کنم. ببینید. تکمیل نکنید. اتفاقی افتاده بوده رفته تو کما دیگه. تو کودکیش، تو بچگیش این ناتوی که بین شماست. آفتاب زده الان ناقلاس اون موقع که طفل معصومی بودی افتاده تو استخر خالی و چند روز رفته تو کما یعنی فکر میکرده تو استخر آبه اومده شیرجه بزنه ولی بعدن از خودش بپرسیم چقدر خنگ با توضیح بده برای نه برادرش این شنا بلد نبوده برادرش گفته اینجوری با تئوری یاد نمیگیری باید بری تو آب یاد بگیری بعد انداخته بعد دیده آب برادرش هم زندانه شاید هم خواسته بره کف استخ شنا بره بیچاره شیرجه زده دیده نه خواهی خب آقا کودکی آقا من میگم یکی هولش داده چون ما خنگ نداریم تو گوره آقا تا سن اصلا خودت بگو حالتون داره 11 12 سالگی رو من برادرش حساب میکنن تا سن 11 12 سالگی رو کودک حساب بچه‌ها فکر کنم تو این برنامه غیر از ماها محمد رضا هم باید حرف بزنه یعنی من الان کودک محسوب میشم خب رفقا الان این ویژگی به یاد داشته باشید اینو از برای خیلی متاسفیم بر اتفاقی که باید دوستم سوال اول بله آقا از اون سوالایی که بله به طور میانگین یک انسان در طول عمر خود تقریبا چقدر بزاق دهان تولید میکنه؟ گزینه ها یک 236,000 لیتر دو خیلیه 280,000 لیتر سه 312,000 لیتر چهار 343,000 لیتر پنج 389,000 لیتر میشه من یک زمان بدین الانم رو چک کنم ببینم چقدر جمع میشه ضرب اینا کنم آقا این بستگی داره آخه بستگی داره یکی قندش بالا باشه خانم سلطانی دهنش خشکه خانم سلطانی نه یه نکته دیگه حالا این البته تو سوال نیست ولی میتونه کمک بکنه که مثلا اگه لواشک و قوره و قرقروت و نمیدونم اینا دوست داشته باشه تمهندی و یا به قول ایشون قند داشته باشه من که اصلا گذار خیلی شم اینا هم حساب شده تو اینا یا نه اون میانگینه بر همیه خب من میگم وقتی میگه میانگین احتمالاً صبر کنین من میگم وقتی میگه میانگین احتمالاً یه خورده عدده رو شاید روندم کرده باشن خب اینایی که خورده داره با این وصف ممکنه نباشه یعنی 280,000 لیتر از این منظر میتونه یه خورده برای ما جالب توجه باشه روندا یعنی درست دارم حد میزنم وقتی میگه به طور میانگین همکاری کنید به جواب برسید سخته سوال سختیه موافقید بخوایم که برامون یه گزینه ای رو حذف بکنم سوال اول نسوزونیدش به نظرم آره آخه خیلی این چیزو ببینید یه فرض اینجوری بگیریم مثلا به طور میانگین در طول روز تو حال عادی مثلا همون کاری که من کردم دیگه فرض اینکه مثلا چند لیتر بگیم 5 لیتر مثلا بگیم اگه 5 لیتر یه ماهش میشه 150 لیتر آقا 312 معلومه دیگه خب دلیل بیار دلیل الان امتحان کردم آب دهنمو اندازه گرفتم ضرب کردم 312,000 لیتر شد آقای مدرس یه لحظه نگاه کنیم به این تصویر به نظرتون کدوم یکی از اینو بیشتر تو چشتون میزنه؟ واقعا نمیدونم نه به جد طراحی دوستان من میگم بین اون دوتا 200 تا یکیه احتمالا 236 280,000 چون دوتاست منم موافقم من به نظرم آره یکی از همینو اجماع این خوبه هم ببین حالا نگاه کن یه دفعه نگاه کنیم به تصویر میتونه 280 کدوم یکی از اون دوتا به چشتون میاد 280 من بیشتر یعنی از اون دوتا بگی 180 من هم به نظرم بیشتر موافقم منم میدونم شاید هم غلط باشه ولی میگی یه نگاه کن ببین بین دو تا و اینا 312 چرا اینقدر چشمک سوال اول خودتون اذیت نکن طولانی شد بگی آقا اجماع کنیم 280 موافقی بریم 280 یا میشه یا نمیشه دیگه و دیگه ما نگیم دیگه سکاشون گفتن 280 مجبور شدیم خیرشو ببینیم آقا منم حمایت میکنم میگم 280 رو بریم سفید کنیم دیدی حالا آقا اون یکی دوه بود
ولی مسیر خوب بود. چطور اولی رو جواب درست گذاشتن؟ چقدر نامردن. خب حالا برای شروع بد نبود. ما آقا آره دیگه به مرزش رسیدیم. با بزاق شروع شد دیگه. بریم جلو ببینیم به کجا میکشه. فدای سرتون. بعدی ها رو جمع میکنید میبرید. این جایزه ها آب دهنه. ولش آقای من الان صفره. بچه ها میگن سوال ها یه ذره اگه ممکنه مؤدبانه تر باشه. چون اذیت داریم. یه سوال دارم. یه سوال دارم. بله. برای شما تو کودکی پیش اومده که انتظار یک هدیه جایزه ای داشتید یا قولش بهتون داده شده بوده و اشتباهی یه چیز دیگه براتون خریده باشن؟ بکرم به جاش. خیلی چی یادت میاد؟ ما پیش اومده که نخریدن. حالا اشتباهی چه قولش بود؟ چرخه من میخواستم. خب بعد مثلا چی برام گرفته باشن خوبه. چی؟ 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 از این هواپیماهایی بود که میچسبوندن به سقف بعد اینجوری میچرخید و اینا. خوشحال‌تر شدی؟ البته از یه منظر مثلا هواپیما در مقایسه با دوچرخه، ولی کار کردش برای من احتمالاً بچه هم بوده که از اون هواپیما بهش قول دادن براش دوچرخه خریدن. باید با هم عوض بیشه. من کل دوره بچگیم تمامش یه اسباب بازی داشتم، فقط از این حیوان پلاستیکی ها هست باشون بازی میکردیم. اصلا دوره من مثلا نمیدونستیم جشن تولد چیه. من معمولا به هم قول خاصی نمیدادن که بعد قول نشه. من هم که از این ماشین باری ها بود دیگه، همش میرفتیم خاک میریختیم تو ماشین باری. من هم اصلا دست دوم بازی خواهرم هستم. حالا ناتو این بازی ناتوی که اینجا نشسته یه بار تو بچگی پدرش به جای دوچرخه اشتباهی براش موتور خریده. یا موتورسیکلت پدرشو می آوردین اینجا. ولی اشتباه نکرده در کودکی یعنی؟ بله ولی اشتباه نکرده، برای خودش خریده. اونم پدره. آره اون برای خودش خریده. برای خودش خریده. گفته بیا اینم دو چرخه، دو تا چرخ داره دیگه. یه شبیه این قضیه نبوده برای تولد بچه میبرن پارچ لیوان بهش هدیه میدن. آقا من یه چیزی بگم خیلی خانواده مرفعی داشته، چون اون موقع من دوچرخم یادمه که آفره. از داداشم دوچرخه میدوزدیدم میرفتم بازی میکردم. چطور فقیه برای خودش خریده پدره؟ خب کن حالا از کجا معلوم خودت مرفع نبودی؟ ببین دست پسره رو گرفته برده گفته بی برات کادو بقرم بادی تبلیه. برای خودش خریده. شما بچه برای خودش خریده. برای خودش خریده. شما... نه ولی گول زده بچه. بچگی کجا زندگی میکردی؟ کجای تهران؟ کجای تهران که ما همینجور شهرهای مختلف به خاطر معلومیت پدرم. از کجا معلوم خودت من مرفع نبودی؟ نه من مرفع نبودم. والا ظاهره الانش به مرفع ها میخوره ولی خب الان یه چیزی یاد نه ولی خدایی بعد این احساس اطلاعاتی که سنش کمتر از بقیه است هر کی قبلا دادید که اگه ناتو شدید از اونها استفاده بشه برای عنوان خصیصه ها اونا درسته، ولی وقتی ناتو میشید میتونید منکر همش بشید دیگه. ناتو میتونه دروغ بگه، بازی کنه، گول بزنه. پس همتون دارین دروغ. به هر حال همتون بعضتون خوب بوده. به هر حال ناتو این بازی یه بار به کما رفته به خاطر اینکه احتمالاً افتاده توی صخره خالی و قبل از موتور یا بعد موتور از خوشحالی افتاده تو شد با موتور افتاده. چون کما رفته بابای بهش حال داده گفته به جای دوچرخه بذار براش موتور بگیرم. دقیقاً اینه. گفته پسرم دو چرخه چرا؟ پسرم خواسته جبران کنه. مکی میخور پسرم چرا دو چرخه؟ بیا بریم برای موتور بخریم. سوال بعد. خب بریم. نه این کارو کرده که دیگه نره تو کما. از خوشحالی. این نقل قول منسوب کیست؟ نصیحت من به شما این است که ازدواج کنید اگر زن خوبی پیدا کنید خوشحال، و اگر نه فیلسوف خواهید شد. پس فیلسوف. یک. فیلسوفی بوده. افلاطون. دو. سقراط. سه. هراکلیتوس. چهار ارسطو. پنج نویسنده برنامه. نه نویسنده برنامه. نه من اینو 200 بار آخه بین افلاطون و سقراط و ارسطو حالا چجوری پیدا کنیم؟ یکی این سه تا 100% 100%. اصلا شک ندارم. ببین به دلیل اینکه حرف یه حرف فلسفیه. نه اصلا همیشه چند روز پیش خوندم. خب چرا توصیهش به آقایون فقط؟ ارسطو اگر زن خوب
خب مرد سالاری بوده عموما در دوره باستان دیگه. خیلی آره به خانوما این توصیه رو نکرد که مثلا اگه نه شاید تو این برنامه از آقایون استفاده نه چون دوست داشت نه اون موقع زنا رو پیدا می‌کرد پیدا کنی اینقدر زن کم بوده پیدا می‌کردن راست میگه کش میگردن زن آقا برو کنار زن کش میگردن اینجا خب ببین نویسنده برنامه بچه ها گزینه انحرافیه آره نکته انحرافیه اون هست به اون اصلا توجه نکنید میمونه افلاطون سقراط ارسطو و هراکلیتوس خب من میگم بین افلاطون سقراط و ارسطو احتمال اینکه افلاطون گزاره های اخلاقی و خانواده محور بگه بیشتر از اینه که تا سقراط و ارسطو بگه خب من فرضم اینه اگه اشتباه میگم شما تصحیح کنید از ارسطو رو قبول دارم. سقراط، سقراط. ولی سقراط رو یه چیزای خوندیم. نه سقراط یه خورده گرایش های ضد اجتماعی داشته. خب این الان ضد اجتماعی نه. نه این نه اجتماعی میگه ازدواج کنید. نه دیگه. وگرنه دیوانه خواهید شد. مثلا خب یعنی داره نفی میکنه ازدواج رو به نوعی نه میگه فیلسوف میگه در هر صورت خوبه اصلا خودش اینطوری فیلسوف شده آقا یه چیز دیگه من بگم بفرمایید آقای مدرس بگم جمله در عین این که به اصطلاح حالا ممکنه یه رویکرد فلسفی اینها داشته باشه یه خود طنزآمیز هم هست بله درسته ما از تا اونجایی که من خوندم خب. نمیدونم افلاطون خیلی اهل شوخی نبوده نه. یه آدمی بوده که در آخر عمرش مثلا گفته منو توی خم بذارین ماجرای خم و افلاطون حافظم میگه جز فلاطون خم نشین شراب بله و بالا بقیه یه همچین چیزی داشته یه همچین سلوک و سیره ای داشته ولی سقراط میتونه بیشتر از ارسطو نظرم افلاطون که هیچی یعنی برای من محرزه که افلاطون مثلا از این شوخی ها با کسی نداشته ولی سقراط چرا؟ سقراطه من روی سقراط من یادم اومد منم قانع شدم من متمرکزم من یادم اومد سقراط هستن خب پایی چی دیگه بیا میگه یادم نه خب من که رای بدیم نه اعتماد کنیم به آقای آقا اگه دوست دارین اجماع کنیم آقا اعتماد میکنیم به سقراط روشن شود هرچی ناتو بگیم سقراط آفرین ناتو باری جلا عشق کردی؟ خب به این میگم منکس یه منکس 10 میلیونی بله از 724 خدا بده برکت خوشبال آقای مدرس آره خدا 10 میلیون براتون ذخیره شد بسیار عالی منکس یعنی چی من برزو؟ یعنی همون واژه کلام انگلیسیه منکس در واقع این یه واحد پولیه توی اپلیکیشن 724 اینجا هر کدوم از اینا 10 میلیون به خاطر پاسخ درست به هر سوال میارزه پشتش نوشته 10 میلیون پشت این 724 نه نمادی از 10 آقا میدن نگران نباش میدن این میخواد ببینه که میخواد به اینجوری تستش هم بده بکنه آره تست نمیده میگه پشتش نوشته تقلبی نباش کی درس خون بوده تو کودکی کی بوده درس خون من درس خون الان واقعا نبودی؟ من باهوش بودم. نه آخه تا درس خون رو چی تعریف کنم؟ من درس خون بودم، معدلم بالا بوده. آره. خب. من خیلی درس نمی‌خوندم ولی کودکی تا چه نمره‌ام بالا؟ 13 سالگی بود. 12 11 12. نه خوب بودم. خب. جالب ناتو این بازی تو دوران مدرسه همیشه تجدید می‌آورده. جان. اما تو دانشگاه همیشه شاگرد اول. ای ایول. یعنی بعداً فهمیده که علم چه چیز خوبیه. الان ببینید این به کی میخوره بین شما. بکنه. شما که گفتید از اون قرار بوداره؟ من درسم خوب بود. خوب بود؟ توی مدرسه تجدید میآورده در دوران سه مقطع تحصیلی؟ بله اونجا خوب نبوده. دانشگاه خوب بوده. به نظرت به کی میخوره؟ چقدر مثل من بوده. دانشگاه خوب بوده؟ من هم فکر کنم موفقیه هم نظرم بذاری نظر امیرحسین بدونم ببین مثلا نصرالله رو من میدونم توی دانشگاه دانشجوی خوبی بوده تو رشته ای که مثلا رفقای مشترکی که داری از کجا میدونی؟ میدونم دانشجو نه که جنگولک اینا حساب نیست درس همون دیگه
من شما دانشجو هنر نبودیم. یه سالش تو رکدونی خسروی پرتم کرد بیرون. تو حیات بودم تو فرنگسرا. اکبر زنجانپور. اکبر زنجانپور. بگم چی شد انداخت بیرون. اشکال نداره. آقا ما نشسته بودیم. خدا رحمت کنه. دکتر خسروی. خدا رحمتش کنه. دکوری زده بودن کهولین. بعد من اینجا نشسته بودم. جنوبی ساده فنام هایی که عرفان گونم چه دکوریش بود زده ای... کی زده اینه؟ گفت استاد خسروی گونم به چه های زده بودن قشنگتر بود گفتم مال بر اکبر زنجانپور گفت تو پاشو برو بیرون این دکور رو کجا بود زده بودن؟ تو سرسر نیاوران آقای زنجانپور فکر من بچه پر رو هم فکر نه واقعا فکر کرد بچه پررو هم بعد تا مثلا آخر سال نادر سلیمانی داشت میگه بابا اینطوری نیزی ساده خب یعنی پس ناتو نیست حالا این همه رو گفت که بگن اتون قبول دارین که به نظر شما این ویژگی به کی بپره؟ نه اصلا کلن بچه های هنر و بچه های سینما و تلویزیون همه خصوصیت رو داشتن برای رشته ای رو که آره رفتن ممکنه میگه بچگی همش تجدید می آوردی موافق نیستم الزامن نیستیم فقط با من موافقه بعد یه خوب شدی آره موافقه البته من هنرستان آره، درس خوندم برای اینکه مدرسه رو هممون با زور میخوندیم ولی آره. واقعا دانشگاه رو با عشق میخوندیم چون نه من بچگی چیز اصلا نمره همه 20 دبستان بعد من هم چیز بودم همه 20 من 20 ترس بود اصلا بازی نداشتی میشستی درس من آبادان 5 تا خواهر نداشتم 5 تا خواهر داشتم هر جا که میرفتم داشتم 5 تا بعد خواهرام اینا درسون بودن خب من میرفتم مدرسه میپرسیدن یه دقیقه بیا مدیر میگفت رادش تو اونا خواهرتن بعد من مجبور بودم شاگرد اول بشم مجبور نمیتونستم نشم ولی بهتون نمیاد خودت تو چی فقیر درست خوب بوده مدرسه من راهنمایی نه دبستان چرا دبستان که همه معدلا 20 دیگه راهنمایی خیلی نه ولی رفتم رشته چیز تجربه یک سال بعد فکر کن یهو شاگرد درنگ بودم یهو 9 تا تجدید آوردم عمدی که برم هنرستان چون اون موقع هنرستان نمیذاشتن درس بخونیم بعد دیگه رفتم هنرستان دیگه جزو شاگردای هنرستان آره جزو شاگردای خوب بودم خودت چی چرا مثل من سر میگی چرا خودش نمیگی از خودش من درسم خوب بکی بوده از اول خودتو ول کن والا حدستو بگو جزو و حدستونو بگی من یه خورده به امیرحسین مدرس میخوره که باشه. به دلیل نبوغی که داشته درس نمیخونده به علاقش میپردازه من از کودکی نبوغ در چهرم بوغ میزد نبوغ همه بهت میگفتن نبوغ یه خوردم به روزیتا میخوره آره راست میگه نبوغ نبوغ به روزیتا هم یه ذره میخوره واقعا من توی دانشگاه درسم بهتر از مدرسه بود یعنی اصلا علاقه نداشتم تو مدرسه درس بخونم خب الان بگیم به کی میخوره ناتو باشه یا به کی میخوره این ویژگیه به کی میخوره چون به هر حال ناتو دیگه یه خصوصیت دیگه بگو تو حدستو بگو که به کی میخوره؟ به کی میخوره؟ 100% با آقای مدرس میخوره از نظر تو به؟ نه 80% 80 چنده 100 چنده چند میشه 100 60% ایشون 40% ایشون بابا من مدرسه نمونه میرفتم اصلا من دبیرستان مدرسه نمونه فقیر خانم شما گفتی حدث تو به کی میخوره؟ به نصرالله میخوره؟ کی به؟ خب. که اینطوری بودم؟ رفقا الان یه حدثایی زدید که ناتو باشم؟ یه حدثایی زدید میتونه دروغ بگه دیگه بریم بعدی سوال بعدی اینا های دیتا هایی که بعدم به درست اصلا راجب ناتو چیزی نگو تو سوال ها رو بگو بردر مونه بزن یه پولی کاسه خب سوال بعدی تصویر داره این تصویر رو ببینید این چیه؟ نام این اثر هنری چیست؟ این بالا یه سورئالیستی بوده من دیدم اینو توالت دو فواره 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 خب سه چشمه چهار آسایش جان پنج اتاق فکر آقا مارسل دوشان تو این داداییستا یه کاسه توالتی میاره تو فرانسه میگه این اثر هنری ای اونه فکر کنم این همونه اگر اتاق درست حد زده باشم خب اسمش نه چشمه اسمش هم چشمه فکر میکنم گذاشته بود اونجا که یادم میاد اگر گول نخورده باشم این باید همون باشه ولی واقعیت این که اصلا شبیه توالت فرنگی نیست نه دیگه توالت معمولی شبیه چشمه است از اینا که توی اروپا هستش که وقتی کسی نه. این کارو انجام میده اسم خود اون وسیله رو که روش نمیذاره چون داره یه مثلا آقا من میگم این چشمه است توالت که هیچی اتاق فکر نه چون اتاقم نیست نه اتاق نیست میره کنار میمونه فواره آسایش جان و چشمه که
آسایش جان اینی که ایرانیه. اینی که میگم و دیدی آقا پور، من با شما بیشتر موافقم به جهت اینکه ما الان نگفتیم این توالته، چون اسم توالتون اول اومده هممون داره ذهنمون میره که این توالته. اصلا توالت من فکر میکنم این شکل از اوناست که آب میزنه بیرون، مردم تو اروپا اون موقع بوده آبخوری ها توالته. خب آره. نه نه این توالته. چرا توالته؟ اصلا شکل توالته، ولی آوردنش تبدیل به اثر هنریش کردن، گذاشتن چشمه. آقا این چه جوری توالته؟ نه آقا نمیشه. چرا روزی همینه. آخه پس سوراخ جلو باشه. ولش کن. نمیخوام وارد جزئیات بشم. اجماع. من میگم چشمه رو انتخاب کنید. دو نفر. دو تا چشمه. چشمه دو نفر. چشمه اجماع شو. چشمه. آره. من فکر می‌کنم چشمه هنری تره دیگه. آبروی ما رو حفظ کن. یا توالت یا چشمه. چشمه هنری. چشمه الان اکثریت چشمه رو. بله بله. بابت کل مردونه نیست. خواهش میکنم. دمت گرم. ببین اینو بری سرچ کنیم. اینم هدیه ما به گروه. آب میزنه بالا. باور کن این توالت نیست. دست قشنگ برای خودتون بزنید. اثر هنریه که شکل توالت آوردن تبدیل به اون چیزی که تو میگی کرده. ببین این خیلی معروفه این بابا مارسل دوشان دادا ایستا. برای من تداعی اون آبخوریای کنار خیابون. یعنی اینو گذاشته نمایشگاه اثر هنری بوده؟ ببین این خرق عادت کرد. اومد گفتش که آقا هنر معناش عوض شده. الان بیا اینی که من آوردم یه اثر هنریه. دیوانه خوبی من دوست داشتم. خب. و اما برگردیم دوباره به ناتو. عجب آدمی شده اون ناتوه. ولی میگم این اصلا یه جوریه، این آدم توالت فرنگی رو تشخیص نمیده، اصلا حالش بده یه جوری. الان در مورد کی حرف میزنی؟ در مورد ناتو میخوام بگم باز. کسی که اینجاست بله. حالش بده. حالش خب برنامه رو تحتیل کن ببینیش دکتر کمکش کنیم. چرا ادامه میدی؟ حالش بده؟ نه یه چی... الان ویژگیش یه چیزیه که از یه جهت خیلی زیبا افتاده تو استر. از یه جهت میگی بهش چته. من که چی میگی اصلا؟ چته؟ چت شده از چته؟ چت از براچه میشود. براچه میشود. براچه میشود. فکرم میگه از یه طرف زیباست. از طرفی این آدم از طرفی خب خیلی از مرگ. از کدوم طرف؟ از سمت بابا بذار بگه. خب دیگه ما بدونیم دقیق. از طرفی خب از مرگ استقبال میکنه. آها. از طرفی عاشق زندگی کردن. خب همه همین جوری همه همین جوری. آدم باحالیه ولی عاشق زندگی که کم و بیش هممون هستیم. همه دوست دارن ببینن اون بر چه خبره. از مرگ استقبال میکنه. در لحظه داره زندگی میکنه. خیلی هم باحاله. حالا اینکه از مرگ استقبال میکند یعنی خب نه پس دیگه از مرگ استقبال میکنه. استقبال میکنه. دقت کردی اونا که بیشتر حرف میزنن ناتو ترن؟ یعنی پاش بیفته دستشو بالا بده که من بمیرم. از طرفی عاشق زندگی نه نمیگه در واقع نه نمیگه. آره همه جوره پای است. مرگ اگر مرد از گو نزد من آی. آره بچه تو این جمع کی از مرگ نمیترسه؟ نمیگه که الان آقا مگه میشه از مرگ نترسید؟ بعضی ها میگن نمیترسید. نه ببین آدم تو خلوت خودش به مرگ که فکر میکنه به نظر من خیلی صحبت رو مثلا با رفقام کردم، هزاری هم که بگه آره مرگ نمیدونم من نمیترسم فلان، اصلا کاری ندارم به شکلش، موضوع مرگ. خب باز آدم در تنهایی خودش که هست وقتی فکر میکنه به هر حال تو تعلق داری روحن، اندازه داره نسبت خب داره. باشه ببین یکی میتونه بگه من از مرگ واقعا هیچ واهمه و ترسی ندارم که یه عارف واصل باشه. خب یکی از دوستای من ولی در نهاد همه به هر حال یه ذره ای ترس از مرگ هست. یه خاطره بگم آقای یکی از بازیگرا گوش یه روز اومدم خیلی با حس فلسفی گفتم از مرگ میترسی؟ گفت من میترسیدم رادشان، بعد از این آب گوشته که خوردم دیگه نمیترسم. گفتم چه ربطی داشت آب گوشته چیه؟ خب بگم اصلا کیه؟ حرف بدی نیست. آقای محمد شیری. خب گفتم من گرفتیمون و نه به خدا بیا بشین برات بگم. من دعوت بودم یه جایی، یه روستایی من رو دوست داشتن دعوت کردن، یه آبگوشت خیلی چربی به ما دادن، ما هم دیگه دیدیم اینا به خاطر ما چیکار. اینو زدیم پا
پا به پای خودشون زدیم، خدا شاهد این واقعیه. بعد بلند شدم اومدم سه قدم راه رفتم اینجوری شدم افتادم، بعد روهم جدا شد، اینا بالا سر من بودن، یعنی اونو دیدم. برای همینه و چقدر سبک بود دیگه. نیم بعد از آبگوش من راه برو الان 20 سال دنبال این آبگوشتم بخورم ترسم بره. چقدر خدا دوستش داشته با یه آبگوش داره حال میکنه. وحید درست بود، ناتو این بازی نه نمیگه، یعنی هر موقع بیاد بگه بریم. آره دیگه پای است. ماجراجوه، ماجراجوه. شد شد نشد نشد. باله. در زندگی ماجراجوه، در مرگم ماجراجوه. این به کدومتون میخوره؟ به هممون میخوره فکر کنم. افسرده اینا نیست، عاشق زندگیه. به هممون میخوره. خب برای همین میگم ماجراجوه. از زندگی استقبال کن، از مرگم استقبال. خب این خیلی این کمک خاصی به ما نکرد. اگه آدمای نرمالی نظرم... بودیم که الان اینجا نبودیم. هممون داریم این حالتو. خب نه نه واقعا هیچ کی براتون بقیه پررنگ‌تر نیست. میشه خودتون بگی این به فلانی بیشتر میخوره. چرا من هست؟ کی؟ با امیرسن. امیرسن کی برای تو پررنگ تره؟ بگین. آره بگیم. ببین من که کیه دو نفر رو الان بگو. یکی خود حضرت رادشه. ببین مرگ آگاه بودن من رو کنار بذاره، اون اون خصیصه ذاتی که من آدم مرگ آگاهی هستم اون مد نظر نباش. وحید بعد به من میگفتی من تا زندم جایی نقل نشه. چیزی اصلا میگیدی شما دیگه دیگه. دوم وایسا. دومی هم داری؟ و دوم به نظرم میرسه یه خورده خانم سلطانی. خب شما چی؟ ببین فقط حدسه. حدسه من آخه فقط خیلی رومیگه شبیه منه، یعنی نصرالله و امیرحسین. خب تو برات کی پررنگ تره؟ من این چیزی که میگی، من آقای رادش رو امروز باهاشون معاشرت کردم. خب از قبل با هم هش و نشی نداشتیم. نه. یه جور ریلکس بودن و دنیا رو به هیچ انگاشتن در وجودشون میبینم. نه با مال استقدوس سنبولتی و از صبح دارم میخورم. بابا من آقا من اینو بگم. آقا منو فکر اینو بخوام بگم. بگو بفهم. در ایشون میبینم. در این حال در این حال یه روحیه خود رو به قضا و قدر سپردن در خانم غفاری هم میبینم. که بزرگیتونه. آره من راجع به این دو بزرگوار یه خورده من اصلا نمیترسم. قدم دوتامون شدیم ناتو که نه میگه این خصوصیت به نظر در کیا هست؟ دوتاش در یکی، دوتاش در یکی. آره درسته. هم همپایه زندگی باشه. آره شما گزینه شما که من من واقعا ببین مرگ آگاه بودن من رو کنار بذار. باشه باشه. درویش درویش واقعا این خصوصیت فکر میکنم توی همه ما باید باشه. کی برات پررنگ‌تره تو این جمع؟ بیشتر کیو بیشتر میبینی؟ آقا چرا همه به من مشکوکن؟ خب اشکالی نداره. حسشون رو دارم. حالا شاید با نشانه های دیگه برگرده. آقا من آقای مدرس چون تو چون که نشانه بعدی ناتورم بخونیم خیلی بیشتر دستمون میاد. من و اینکه از شاگردای خوب ابوسعید ابوالخیر بوده ایشون. آقا من سردیم رفته سودام. شما که اینو راست میگه گفتش برام رفته بالا. بله بله. چهار روزه دارم فقط شیره میخورم. شیره خور چیز انگور ارده. الان غذا نخوردم همش گرم و تر میخورم. اینجوریه من بله. کجا بود بگی من میگن. من اینجوری حالا بذار چی رو راست میگه. راست میگه که سردیش رفته بالا. خب داره سردیش رفته بالا. سقندوس میگم من اینقدر شجاع کرده که ریلکسم خیلی خودم ریلکس نیستم. حالا بذاریم بعدی هم بفرم. ما الان چقدر کاسب شدیم؟ 20 تومن. از دنیا غافل نشی. یعنی هیچی هنوز از دنیا غافل نشی. خب این سوال چهارم الان. بله سوال چهارم میگه کدام دانشمند ریاضی و طب در سال 724 هجری قمری درگذشت؟ ابو ریحان بیرونی. یک ابن خوام، عبدالله ابن تبریزی. دو ابن خوام بغدادی، عبدالله ابن محمد اصفهانی. سه ابن خوام، عبدالله ابن تهرانی. این که قطعا ما عبدالله تهرانی نداریم. اگه باشه بعد راضی باشه. ابو علی محمد ابن حسن ابن هیثم بصری و پنج هیچ کدام. آقا عبدالله ابن تبریزی که نیست قطعا. دوستان 724 میشه قرن هشتم قمری. بله
عبدالله ابن تبریزی که نیست قطعاً، چون عبدالله پسر چیچی تبریزی که معنی نمیده. عبدالله ابن تبریزی کدوم؟ باید عبدالله ابن یه چیزی تبریزی بود. آقای مدرس ما دوتا انتخابمونو کردیم. اون ابن محمد اصفهانی درسته؟ بله اون درسته، اسم درسته. اصفهانی من چرا؟ برای اینکه ما دوتا خودمون یه رمزی داریم، ما انتخابمونو کردیم. نه راست میگه. خیلی خیلی نه خیلی جادوگری دارن میکنن اینا. گفت محمد ابن، یعنی پسر یکی باید باشه دیگه، نمیتونه ابن کی اون اسم اصلا اسم آره اون که هیچ اونو ولش کن. شما با کدوم موافقی؟ من هنوز نگفتم، میگم تبریزی تهرانی که قطعا نیست. خب حالا این ستای باقی مون به نظرم این سوالیه که ما باید از آقای علی مردانی یه کمکی بگیریم. نه اجازه بدیم. نه نگیریم. یه نظر بدم. یه نظر بدم. محمد ابن حسن ابن هیثم بصری هم نیست، چون اگر ابن هیثم معروف باشه مثلا واضح علم اپتیکه. خب به طب کاری نداره، یعنی چرا اپتیک هم جزء طب دیگه؟ ببین طب منظور وقتی طب میگن یارو طبیب بوده در قدیم، طبیب چشم هم میتونه باشه، الزاماً یک چیز نبوده. آره چندین جراحی بوده، یه چیزی مثل مثلا شیخ الرئیس ابن سینا. آره مثلا همه اونو بهش میگفتن طبیب جامعه. خب ولی بس... ابن هیثم به یه چیزی معروفه و بچ... اونم به اصطلاح اپتیک و لنز و این چیزاست. کدومو شما میفرمایید؟ من میگم وقتی میگه دانشمند ریاضی و طب خب با این وصف یا اون عبدالله ابن محمد اصفهانیه یا هیچ کدامه. نه هیچ کدام که نیست. نیست؟ من یه استدلال دارم. از کجا میگی در قرن هشتم؟ الان به شما میگم. فقط هم همین استدلال، واقعا نمیدونم. ولی استدلالمه که دوستان ببینیم چی میگن. در قرن مثلا هشتم عرض میشه از حضور شما که به بعدش اصفهان میشه یکی از پایگاه ها و مراکز معتبر علمی. پس همینه دیگه، دوه. پس فقط استدلالم همین. ما یه استدلال دیگه داریم ولی چیه؟ بگم خب بگو دیگه شما استدلال. نه یه چیزی بین خودمون دوتا پیش میگونیم دوه. یعنی همین فقط به خاطر اینکه اصفهانیه. فقط من یه سوال دارم، اون اصفهانیه چرا اسمش توش بغدادم داره؟ آره. ابن خوام بغدادی عبدالله شاید ابن شهرتش محمد اصفهانی. شاید شهرتش این بوده، یعنی تو بغداد الان... درس خونده ولی اهل اصفهان بوده. آره یا برعکس. یا برعکس اهل بغداد بوده اما اومده اصفهان درس. باباش ارتشی بوده دیگه هر چند سال. اون دانشگاه مهم بغداد اسمش چیه؟ حالا یه سوال، نظامیه. شما یه بار دیگه توضیح بدین چرا شماره 3 نه؟ شماره 3 نه. عبدالله ابن تهرانی اصلا اسم چیزی غلطیه. آخه ابن خوام عبدالله ابن تهرانی. عبدالله ابن چیه تهرانی؟ چیه تهرانی؟ عبدالله ابن احمد تهرانی. یعنی تبریزی و تهرانی طبق این استدلال اصلا نداریم ها؟ ابن یعنی فرزند. بابا ابن یعنی پسر دیگه. عبدالله ابن پسر رو به پدر و تبارش میشناسن. مثلا محمد علی. یعنی یک و سه اصلا غلطه. غلط. آره. هیچ کدام هم که تکلیفش معلومه به نظر من. من میگم به حرف آقای مدرس اعتماد کنیم. ببین اون ابن خوام هم که میاد اولش، خب قدیما شهرت بوده دیگه. ما الان میگیم ابن سینا، نمیگیم حسین ابن فلان. آقا ولی من بیشتر الان داره حسم میره سمت هیچ کدام. نه به این دلیل که اون بغدادی اصفهانی، آخه چرا باید هم بغدادی هم اصفهانی؟ آره راست میگه، ابن خوام بغدادی عبدالله هیچ کدام رو نکته انحرافی میدونم. ولی محمد اصفهانی فکر کنم هیچ کدامم نمیدونم چرا. من هم هیچ کدامم. بچه ها من هیچ کدامم. من میگم دو. هیچ کدامی؟ من میگم دو. من میگم بیایید این بار بگم دو. من هم میگم دو. هیچ کدام. من الان سه نفر اصفهانی هستی. دو تا اصفهانی داریم، دو تا هیچ کدامی. دو تا هیچ کدام. پس اجماع میشه اصفهانی دو. آقا هیچ کدام ها. نه بگو حالا یکی ما میریم جلو. دو روشن شد. دیدی؟ آفرین. یعنی ما ناتو نیستیم. آقا یعنی من و تو ناتو نیستیم. آقا وحید آقا پورم ممکنه اشتباه کنه، از من بت نسازید. خواهش درست من آدم فاضلی هستم ولی اصلا ربطی نداره. ما دلایلمون به خودمون برمیاد. ما ناتو نیستیم. ما دوتا وحید باید بگی من استادی بیش نیستم، چون گیر داده بودیم به هیچ کدام ما دوتا. پس ما دوتا ناتو نیستیم. همه اینا میتونه استراتژی باشه. از کجا معلوم ناتو میتونه دروغ بگه؟ هیچ کدام هم درست بودا،
چون اون ابن خوام هم اونقدر آدم برجسته اینا. محمد جان یه سوال جان، این هیچ کدام رو چرا نگفتین هیچ کدام ابن کیه؟ میگم به بچهای طراح سوالمون میگم. بله آقای مادر است. واقعا ازتون ممنونم. خواهش میکنم. نه ببین من یعنی واقعا تو بعد نسبون پولاش خوبه. فقط یه استدلال گفتم به خاطر همون فقط قرنش و الا به خدا من اسم و بابارم نشدم. آفرین. فکر کنم ناتوه چون خیلی باهوشه. رفقا قشنگ به جواب رسیدید. آفرین. اون 10 تومنه دیگه هم نوشه جونتون ان شاء الله. 30 تومن الان ما داریم. بقیه‌اش هم همه رو ان شاء الله جمع تقسیم کنیم به جای اینکه با هم رقابت کنیم. کی بخوره کی نگاه کنه. سوال ها این خوبه. تو سخت الان افتاده سوال بود یا نکته؟ نه سوال مسابقه نه. نه کماه کما افتاده بود و آره دو چرخه موتور شد و دیگه چی بود؟ سومی از مرگ نمیترسه زندگیرم دوست داره. خصوصیت چند نفر حالا شما بگید ببینم اگه میتونستی یا اگه داری حیوان خانگی پت داشتی دوست داشتی چی بود؟ پت حیوان خونه احتمالا اون تمسا دوست داره مثلا من؟ مثلا گربه مثلا سگ من ببین بچگی ها چی دوست داشتی؟ تو بچگی دوستش حیوان خونگی چی بود؟ معمولا بچه گربه بود دوست داشتی عاشق سگم من پرشنگ البته نه هر سگی ها از این سگای گولاخ چیز نه کوچولو کوچولو مینیاتوری نه مینیاتوریام نه یه سگ معقوله به قاعده دانشمند فرهیمه نژادشه مثلا آره منظورم که نه هر نژادی مثلا الان دوست داره مار یا تمساح داشته حالا باشه. یه چیز جالبی هم به قیافش میخوره تعبیر جالبی هم داشتیش که اینجور نبود به قاعدش آقایی داره حیثیت ما رو میبره میگه این بهش میاد مار یا تمساح داشته باشه به قیافش میخوره بخش دوم ها به قیافم میخوره مثل خانومم میدونی چی گفت خانومم بگم چی گفت دارون داشت صحبت یکی گفت برای من یه خانومی دختر خانومی رو پیدا کن رب یکی رو براش پیدا کرد به چش خواهری چیز مقبول زیبا نبود نه مقبول مقبول القاعده نبود بعد یارو من شاکی شد گفت که بابا آرزو جا این چیه گفت ببین من اصلا به ظاهر نگاه نمی کنم نگاه کن من نشون داد من درون برام مهمه نگاه کنم ببین یعنی میخواد ببین قشنگم اینقدر سا اینجوری خیلی صادقانه گفت صادقانه اینطوری گفت ببین من درون من این نشون دهنده اینه که اخلاق شما خیلی خوبه ببین گفت من به چرا به ظاهر نگاه میکنی خود منو ببین یا که اینجا نگاه چرا به ظاهر نگاه میکنی خود منو ببین منو نشون داد چقدر صادقن صادق زایه است بعد چیکار کردی شما اصلا مقبول القاعده نیست خانومم ولی خواهر منه خیلی گله بله خدا حفظش از همینجا بهش سلام بکنم یعنی الان ناتو بود اما اول اینطوری بود قشنگ گفت خب وایسا تا اونجا رفتیم خب امیر حسین جان اینو گفت من یاد یه دوستی افتادم یه دوست اصفهانی دارم سگو گفت یاد دوست افتادی نه به قاعده و مقبول قاعده و مقبول مقبول و قاعده گفتش که توی باقی بودن یه سگ کوچیکی اونجا میدوید و اینا گفت یکیشون میگفتش که این سگ را کی آورده است و فلان و اینا بعد اون یکی میگفت بابا این سگه سگ بعد میگفت نه دیگه سگ است میگفت این سگه سگ نیست تا اینکه یکی دیگه اومد با یه سگ اندازه گوساله گفت این سگ این سگ است اون سگ آی چقدر قشنگ خیلی آره. خوب حالا حیوان خونه من تو حیاتم میتونم حیوانمو ببرم ببر هر جا دوست داری بچگی چی دوست داشتی حیوان خونگی چی باشه بره سفید کوچولو برعکس خدا سفید خیلی شیرین آخه چقدر مزه بره من عاشق جوجه اردک بودم از جوجه اردک آره جوجه اردک خیلی دوست داشتم شما منم سگ و گربه رو خیلی دوست دارم شما سگ و گربه آره سگ و گربه خب بله الان ناتو قالتاقه این بازی که نمیاد بگه در بچگی حیوان خونگی که دوست داشته چی بوده در واقع میگه سگ باور نکردنی چی داشته یا نه دوست داشته باور نکردنیه داشته بله مارمولک خودشه خودشه
مارمولک؟ مارمولک داشته؟ حیوان خونگیش بوده. آخه فرار میکنه مارمولک چی جوری مثلا میداشته؟ به حال روشا را قلاده میبسته به مارمولکه مثلا را میرفته. الان نگاه کن یکی از شماها اینا. آقا تو جنوب مارمولک زیاده. مارمولک هاشم خیلی مارمولکه. تو تهرون هم هم. از این مارمولک بزرگا منظورت بوده؟ آقا من یه خاطر راجع به مارمولک بگم. حتما. گفتی من. خب مارمولک عموماً میترسیم دیگه ازش. به خصوص خانم‌ها بیشتر میترسن. بعدمون میاد. آره آره. یه چندشیتی داره. من مادرم خیلی از مارمولک خوب میترسه. میترسه. بعد من دو تا عمو دارم که اینا فاصله سنیشون از من یه ذره کمه. مثلا 8-9 سال از من بزرگترن. عموهای دیگه هم بزرگ. بعد خودشون هم با هم یک سال اختلاف سنی دارن. اینا یه بار میرن یه قوطی سرلاک رو که من بچه بودم سرلاک می‌خوردم، قوطی سرلاک من میگیرن میرن پر مارمولک میکنن. یعنی 30-40 تا مارمولک میگیرن میبندن میارن کجا؟ از تهران؟ آره میارن به مامان من میدم، میگن زن داشت بیا سرلاک گرفتیم برای من. چه کار بدی. مدت تو فضای باز تو حیات بوده، مادر من اینو باز میکنی شروع میکنن مارمولک ها بیرون. وای 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 وای. به نظرم کار خوبی نکنه. نه خیلی کار بدی. از همین تریبون ازشون انتقاد میکنم. آقا من الان میدونم به چی فکر میکنم. میگم خدایا به کدوم اینا میخوره که مارمولک نگه هم بیداشته؟ آره. معلومه به کدوم همون میخوره. خودت چی فکر میکنین آقا؟ من گیج شدم. نه اصلا گیج میخواد بشی. اون دوتا همونشون میده. یه بار دیگه بگو بچه ها چی رو گفتن. جوجه اردک جسارتن، یعنی اونو جوجه اردکی که مارمولک میخوره. جوجه اردک آقا سگ و گربه. گربه دارم. پرشین کت. ایشون سگه به قاعده، ایشون پرشین کت. دارم. ایشون هم جوجه اردک. منم بره. یعنی مارمولک منتفیه. من چون پرشین کت دارم. خیلی. سال. این هم نکته‌ای بود بره. خب. در کدام یک از کشورهای زیر حمام خاک اره وجود دارد؟ یک، چین. من شنیدم حمام خاک اره. دو، ونزوئلا. سه، کوبا. چهار، ژاپن. 5 کره شمالی. این حمام برای جلوگیری از پیری بوده. آره میگم مثل حمام نمک من شنیدم. یا ژاپنه یا چینه یا ژاپنه. آره آقا سه تا موافقم. یا چینه یا چون چیزای این مثلا ضد پیری مال چین و ژاپن. دقیقاً باز چین به نظرم مثلا چین و ژاپن یا گزینه‌هایش بیشتر. یا کمک بگیر آقا سوال پنجمه دیگه. یه کمکی بگیر به نظرم. یه چالش جواب بگیر. بین چین و ژاپن یه دونه رو هست. بین چین و ژاپن. بله خوبه خوبه. چین و ژاپن. ژاپن که هاراگیری میکنن برای جوونی. بچه بعد چین برای پرهیز از پیری. بین چین و ژاپن. خب چالش چی بدم به شما که باحال باشه؟ چالش می‌خوایم بدیم. ولی از امتیازمون کم میشه. نسل آمادگی داری یه تیکه کوتاه جنوبی آبادانی بخونی؟ به به. خب ما دست درست با ریتم خواندن تو بزنیم. خب بعد دو نفر هم مثل تو بتونن بخونن حله. چالشو بردید. آمادگی دارم. اینم ول شده. یه چیز جنوبی باحال آبادانی بخون. خب هرچی شروع کن بخوندن. بعد تو وای میسی دو نفر مثلا شبیه من بخونم. شبیه تو بخونم. خب باشه یه چیزی که ترانهش هم مال خودم. دستم ما میزنی محکم نمیزنی. ترانه سرام هستی خودت میگی؟ ترانهشو گفتم دیگه. بگو بخون. خب اول دکلمه کنم؟ نه دیگه دکلمه. نه موزیکال آهنگین باشه. میدونم برای که یکم سخته بدون از چی میگم. بگو اول بگو که بگو. میگه دنبالم نیو سمج زگیل پیله این روبایی کارات همه هیله. یه لیوان آب دستت میگی رود نیله. کفگیر میاری میگی خود خود بیله. خب همین بس دیگه. حالا ریتم آهنگ برای همین تکلمه کردم برای که تو ذهن نمیمونه. با ریتم آهنگ بخون. شعرام پیچیده است. بگم بخون. هیچی نزنم؟ بزن رو دسته یه بدش کن. دنبالم نیو سمج زگیل پیله این روبای کاراتم هیله. یه لیوان آب دستت میگی رود نیله. کفگیر میاری میگی خود خود بیله. آفرین. بعد میگه همین دیگه زیادی میشه. زیاده من همین کافیه. همین آره کافیه. الان یادش مون الان همین هم بندگان خدا میگن چی بود؟ خب همون ماشاءالله حفظ یه بار دیگه بخون. همون میگم سخته در جهت گروه کار. این بار با خودش زمزمه کن. گوش بچه گوش بدین. دنبالم نیو سمج زگیل پیله
پیله پیله پیله این روبایی کارات همه هیله. یه لیوان آب دستت میگی رود نیله، کفگیر میاری میگی خود خود بیله، خود خود بیله. اگه همون بیت اولم بخونید درست بخونید کافیه. دنبالم نیا دنبالم نیا یه بار عوض بخونم بریم. خوب بود، یواش دست بزن. دنبالم نیا سمجزگیل پیله روباهی این روباهی کارد همه هیله، یه لیوان آب دستت میگی رود نیله، یه کفگیر میاری میگی خود خود بیله. آفرین نه آخه این کارش معروفه، من بارها شنیده بودم. میگه این کارش معروفه، من اینو بارها شنیدم. ببین خاطراتی دارم با این کار. بابا اولین بار تو زندگی اشکالی نداره همراهی یا راهنمایی میکنی، اشکالی نداره. آره من نه اینجوری میکنم، این لیوانو بگو الان. بعد شما الان حفظین؟ سعی میکنم. شعر سنگینیه ولی به هر حال فرازهایی داره که حافظش یعنی عالیه، مخصوصا قسمت همش داره کندور میجوره. یه قسمتش هست به بیماری های پوستی اشاره میکنه. بریم بریم آقا بریم الان میپره از اینش. دوام با برو. دنبالم نیاسم جزگیل پیله، این روبایی کارات همه حیله، یه لیوان دست ده میگی رود نیله، یه قاشق میاری میگی خود خود بیله. آفرین. ببین چیزه، یعنی درک مطلب کرد. فقط کفگیر رو کفگیر رو که قاشق، ولی وزنش و اینا درست بود. وزنش درست بود چون شعر بکنم میگه دیگه. آقا دادش کارهای دیگه تو نمیشه ما دوتا با هم بخونیم؟ آقا سوال داره با هم بخونیم. میتونید میتونید؟ چرا نتونیم دوتایی با هم بخونیم؟ آقایون هم همراهی کنیم. آره عیبی نداره آقا با هم با هم. من پیشنهاد میکنم که آقایون آهسته تر بخونیم. اوکی نسل شما بیا اینجا چیز کن، ما بک وکالی. آره خانوما چی؟ ببین نه اصلا قشنگ زیگی سمج پیله پیله نه الان میخونه منو تو هم میخونه. این روباهی کارات همه هیله، یه لیوان آب دستت میگی رود نیله، کفگیر میاری میگی خود خود بیله. آماده یه شما بشمر ما بخون. سه دو یک اجازه بدید. اسم آهنگ از زگیل تکترکه رسول الله تکترکه. بله ترانسور کسیه که درون خوبی داره. به گفته خانومش درون خوبی داره فقط. بریم بریم. یک دو سه. دنبالم نیاز مجزگیل پیله، یه لیوان آیوش مج خودم قاطی کردم پیله. رهبر ارکستر قاطی کرد. یه بار دیگه نه یه بار دیگه آقا بخون ما میخونیم. رهبر ارکستر هم بعضی موقعا بالاخره استاد قدوس اینا زیاد میخوره خیلی شل میشه. خب بریم بریم بریم. یک دو سه. دنبالم نیاز مجزگیل پیله، این روباهی کارات همه هیله، یه لیوان آب دستت میگی رود نیله، کفگیر میاری میگی خود خود بیله. آقا اینا کلن اینجوری بودن کلن. میدونی چرا توپق میزدم؟ تمام بازیگرهایی که روبرود بازی میکنن توپق میزدن نه؟ اینجوری نگاه میکنن. آره آره جدی؟ راست میگه واقعا؟ جادوگر این دیگه دوتا الان میگه یکی از خصوصیت های ناتو اینه که پارتنراش توپق میزنن. آقا تعریف میگه آقای زنجامو خدا رحمت کنه. کیو؟ دای جان پدرو آقای نقشینه. نه نه تا قبل آقای چیز پرویز فندیزاده رو میگفت که یه چشمایی داشت توی بازی. آقای زنجانپور تعریف میگه میگفت تو تئاتر اینجوری خیره که میشد چشاش که یادت دیگه توی فیلم تنگ سیر گفت چشاش موقعی که توی این بازی اینجوری میکرد اینجوری نگاه میکرد بازیگرها یهو قات میزدن انگار یه چیزی. راست میگه من گاهی وقتا بگو به قرآن گندم به اصلا یادم رفت ترانسوراش خودم بودم یادم رفت. گندم به میگه مامان تو رو خدا اینجوری نگاه نکن. گندم اول بگو چیه بچته 6 سالشه میگه تو رو خدا بهم اینجوری نگاه نکن. میگم مامان به خدا من چه جوری نگاه کردم؟ ولی راست میگه نه همه، ولی بعضی آدما اذیت نمیشن رفقا. حالا اشکال باشه باشه نه اینقدر آقا نصرالله که ممنون یه ویژه براش دست بزنید. واقعا ویژه اینقدر باحال اجرا کردین که نوش جونتون گزینه درست ژاپن روشن شه.
آفرین. حالا کوبا روشن میشه. خودشون هم خودشون رو ایسکا میکنه. ای بابا. یه دست بر برنده شدن تو. آقای رادش 10 میلیون کاسه. یه منکس 10 میلیون تومانی دیگه. آفرین. نوش جان. آقای رادش. خب خیلی هم عالی. تا اینجا شد 40 میلیون. ناتوی خوبیه. پاکت ها رو برداری. آه بنویسیم. یا خدا. خیلی سخته. تو این مدت خیلی در مورد منکس تو این برنامه حرف زدیم. برای که بفهمید جز با خرید شارژ و بسته اینترنت با چه تراکنش های دیگه ای میتونید اعتبار منکس بگیرید، یه سر به اپلیکیشن 724 بزنید. حتما به دردتون میخوره. روز اصلا بد نمیاد مارمولک دوست داشتم. همینو دارم میدونم. نمیدونستم به مارمولک علاقه داری های مدرس. دیدی چقدر تفاوت نظره؟ ها؟ الان من به این دو تا شک دارم. دیدی نامر چیزی را میره؟ مارمولک؟ آره؟ مشکوک میزنی آقای مدرس. آقای ارادش. بغاز یاد دیگاه بکنه. پنجا لوت نمیدم. خب قبل از اینکه اون حزوی بره اونجا بشینه، به نظرم ویژگی بعدی ناتو رو هم بشنوه به اتفاق بقیه. آخر عمری بشن. این بشر چه کار کرده؟ تعادل خیلی خوبی داره. یه بار با یه تناب از روی رودخونه رد شده. از آبشار رد شده. ممکنه دروغ گفته باشه. 100%. دروغ نمیتونه بگه. دروغ که نمیتونه. اینجا میتونه دروغ بگه. اینجا میتونه بگه من که اصلا نه تعادل دارم. پس ایشونه. اشتباه نمیشه. بذار یه تستی کنیم. تعادلش خوب بوده مگه بند بازم داریم بذار یه تست کنیم. من امین حسین جان بیا دو دست موین. نه مگه بند باز داریم. از قبل یه رودخونه تهیه کردم با تناب. ببین ما که تناب و اینا نداریم. خب ما تناب و اینا نداریم که میخواییم تعادل یه جور دیگه تست کنیم. خب این خط رو میبینی؟ بله این خط رو میبینی؟ اینجا دست باز ولی سر بالا برو ببینیم چقدر. تو میتونی؟ آره آره من نمیتونم. آها ندید روی این آفره این خب میتونه خودشو بده ولی سر بالا واقعا دیگه. نه این واقعا اگه میتونیم راه بریم. آها این باریکه. آره باریکه. آها یه تخمینی داشته باش. ابرا رو نگاه کنه. سر بالا برو. سر یعنی بالا برو. کتواک برو. فرش رو برنگردونی. بالا رو نگاه. ابرا دستم باز. فرش رو برنگردونی. نه بابا نه. چرا؟ نه معلوم میشه چقدر میزنی بیرون. من راهنماییت میکنم. برو بریم. از رو رودخونه رد شده. درستی. نه این به بالا وصله. به خاطر همین تونسته رد شد. درستی. درست. دمت گرم. پس تو تعادلت خوبه. اوکی. هیچ. یه دست برش بزن. آفر. بیا. من بیام. برو. بیا خواهرم. بیا. از این وری از اون بیا. آره. ببین این. خوب. اوکی. ببخشید من میتونم اینجا آشفم رو درست کنم؟ فیلم خدا جدیه میتونم؟ آره بالا رو باید نگاه کنم؟ این خط آره آب آب گرمه؟ فیلم بازی کنی میفهمیم دیگه نه واقعا سعی کن را بری آره ببین فیلم بازی کنی راست ببین این وسطیه نه این وسطیه نه این باریکه آره آره خیلی خوب برو بریم من عمران من نیستم برو سه شاید ناتو نباشی ولی تعادلت خوب باشه درستی همین و همینجوری برو بشین تو اون قسمت خوب رفتیم بازنده ها برو بشین تو اصلا من چون لو دادم به افتخار ولی خدایی چی شد؟ ناتو حسرش کرد وحید جان بله ازت خواهش کنم اونجا بشینی اشکالی داره نه پاکتت هم بردار بله آره
خانم سلطانی، ناتو حذفت کرد. هر کی اینجا بشینه ناتو حذفش میکنه. از اونجا با ما باش. خب اونی که با یه تناب از روی آبشار رد شد و الان خانم سلطانی رو حذف کرد، تناب اصلا ما بینمون بند باز نداریم. عقیده خودش این بود که نصرالله این کار کرده. ما بین خودمون بند باز نداریم اصلا. مگه میشه آخر حالا بند باز که نیست، ولی چجوری رد شده؟ تعادلش رو خوب حفظ کرده. یه خورده هم اونجا احتمالاً شانسش خوب بوده. دیدی یه وقتایی هم شانس کمک میکنه دیگه. بله. شاید تو منطقه جنوبی میتونید داری از نظر بگیم. تو بین این سه نفر نه شاید کدوم چنین تعادلی داره؟ منطقه جنوب زندگی میکنه، اون که رو تناب راه میرفته بعد گرم تناب منبسط میشه راحت. حالا چرا جنوب میگی؟ نمیفهمم. میخوای خودتو در مزان ناتو بودن قرار بدی؟ نه جنوبی مگه نیست؟ نه کجایی تو هستی؟ من متولد تهرانم. ها ببخش. آقا این چیزی که عنوان کرده، میخوام بگم شاید هم شیطنت کرده. چیزی که عنوان کرده این بوده. این بوده که با یه تناب از روی آبشار رد شده. شاید مثلا پلی اونجا بوده یه تناب. شاید از این تنابا بودی که پشت سرشو گرفته. ممکنه قصه مثلا ساختارش ثابت مونده باشه. ممکنه ذهن ما رو خواسته ببره به سمت تعادل. کار من شاید هم تنابو اینجوری رد شده. آره همین رو الان دارم میگم. چی میگن؟ راپل. اندازیه گرگر میگن. راپل راپل. آره اینجوری رد شده. آره همین. یه بار اینجوری برو. اینجوری برو نگاه کن. یه بار اینجوری نگاه کن. اینجوری برگرده. بابا اصلا تابلوئه که آقا اراده شد دیگه. منو بیرون کرد دیگه رسما. بیا بیا شاید برگردی بیا بشینی دوباره. سوال دارم. نمیشه فقیه برگرده. سوال دارم. نمیشه. دیگه حذف شد. ناتو حذفش کرده. نگفتی از نظر تو کی این کار رو حالا یا میتونه انجام داده باشه یا شیطنت کرده باشه؟ من دلایل محکم دارم. شو بگو. فکر کن قضا. آره ناتو کیه بابا؟ کدومتونی؟ والا به نظر من آقای مدرس ترکیه خوب رو فرم مونده با این سن و سال بالایی که داره. ماشاءالله بذاریم به تخت. جدی میگم ببین ماکل دیگه. درسته. خب لحاظ بدنی آدم سر پا و سالمیه. امیر حسین بس. امیر حسین میتونه. میتونه. خب آره. امیر حسین شما میگی کی؟ ببین این کار نمیتونم بگم مثلا بیشتر آقایون این کار رو انجام میدن یا مثلا بیشتر خانوما ممکنه. نه نه جنسیتی واقعا نداره. تقسیم بندی هم واقعا نمیشه که چون ما مثلا در هر دو هم زن و مرد ورزشکارایی داریم که کارهای عجیب غریب میکنن. بله. تو این جمع الان ببین من رادش قبل از این که شروع کنیم به ضبط یه سری حرکات تعادلی متضاد آره. از بچه ها خواست که ایجاد به اصطلاح تمرین بکنن و اینا تمرکزیه بیشتر تمرکزی. من به نظرم میرسه با توجه به اون استدلال آدمو یاد تناب مینداخت. ببین راجب آقای رادش هم بعد توضیح که خودش داد تو جیب تناب و کلوف دارن و اینا در مثل مناقشه نیست این واژه رو به کار میبرم. مثلا معلوم هست در بچگی جونوری بوده خب ورزیده بود کیتون آره از دیوار راست بالا میرفته بود اینجوری. خدایی تمام گزینه های این ناتوی ما خودتون قبول کنین همه چیش داره بهتون میخوره آقای رادش. ولی در این حال پشت این سیمای آرام و موقر آقای مدرس هم یک وروجکی خفته. این واقعیت. ببین بنده خدا تو نظرت چیه؟ من خود آقا وحید آره چون اصلا قیافش خیلی میخوره که مثلا درس خون نبوده بعد یو درس خون شده. نه بابا من درس خون بودم به جان خودم. از اول داره میگه من بودم درس خون بودم. خب دروغ میگه. بودم نه نه دروغ نمیگم. میتونه دروغ. میتونه یعنی اینجا ما مجوز داریم دروغ بگیم. ناتو راستگوه داره دروغ میگه. چیه را آقه؟ چون معلومی ناتو که ناتو میتونه دروغ بگه. نه اینجا دروغ با مجوزه دیگه. آی رادش به جان خودم درستم خوب بوده. جدی دارم میگم. من واقعا تمام این خصوصیت های ناتو. بابا من الان بدون تناب اینجوری رفتم داشتم میافتادم. من الان تناب نبود اداشو در میفتم داشتم میافتادم. خب تناب باشه کمک کنی. چطوری اون موقع میرفتم؟ جنوب پر از مارمولک. ببین حس کنم من پر از مارمولک قوطی بود. جنوب جنوب قوطی پر مارمولک بود. نه باشه قوطی سرلاک. نه مارمولک پراکندگیش در ایران یکسانه خانم غفاری.
من سالها راجع به مارمولک تحقیق کردم. الان تهش میخوای بگی من شبیه مارمولکم؟ نه دور از جونتون، من جسارت نکردم. تو جنوب به هر حال خزندگان بیشتر ممکنه باشن به خاطر بی آبی و کم آبی و اینا. من حسم این بود که در واقع آقای بعد آدما، یعنی آدما اوجه، یعنی آدما مارمولک میاد سراغشون، حشرات خزندگان میرن رو تناب کارزان دیگه. خیلی بعید نیست که پسر بچه شیطون توی قوطی فلزی چهار تا مارمولک هم داشته باشه. از خاطره درسته؟ بعید نیست. قوطی او بعید نیست. بعید نیست. خاطره من بود تو قوطی سرلاک. قوطی سرلاک شما قاطی کردیم. کی افتاد تو استخ با کله؟ آقا ما میتونیم ناتو رو یه جوری پیدا کنیم. جدی. ما ناتو رو اگه بیایم در این فاصله، جدی میگم، ناتو رو در این، تو که دیگه نیستی، تو این فاصله میشه ناتو رو تشخیص داد. ولی خوشحالم پیش مایی خانم. ناتو رو از این با چون افتاده با کله تو استخ، یه جای اینجا بالاخره کج شده. یعنی اینطوری میتونی ناتو رو پیدا کنی از جمجمش. خب الان کلاه خودت هم وردار آخه. خب من اومدم اونم داره منو میبینه، من که فقط اونو نمیبینم. سوال ببینم آقا. سوال خب اوف سوال ششمه آقا. بله ششم. مسابقات حمل همسر دیدیم در میان گلولای دیدیم. دیدیم ولی در کدام کشور برگزار می شود؟ اینو من میگم. گزینه ها: یک انگلستان، دو مغولستان، سه اسکاتلند، چهار فنلاند، پنج دانمارک. آقا یا دانمارک یا فنلانده. مغولستان یعنی اسکاندیناویه. آره اسکاندیناویه. آفرین. دیدمشون، مسابقات من دیدم. مغولستان که دفن همسر در گلولای آقا انگلستان دیدین شما این فیلم رو؟ بله من دیدم واقعا. کجا کجاست؟ توی اینترنت دیدین شما این فیلمو که همسرانشون رو گرفتن میدوئن مسابقه میدن، حتی خانوماشون رو برعکس کول میکنن. کدوم کشوره؟ دانمارک. نه من روی این دوتا شک دارم، دانمارک و فنلاند. دانمارک و فنلاند. من میگم کشورهای اسکاندیناوی اصلا گلولای ندارن، کلا برفه. آقا من دیدم میگم توی نه دیگه بهار بعد حالم ندارن تو سرما بلند شد. برفا که آب میشه گلولای. شما دیدین این فیلم‌ها رو؟ فیلمو دیدم. دیدی. نمیدونم کجاست. چهره‌هاشون چهره‌های اروپای شرقی بود. بله اروپای شرقی بود. معلومه قشنگ مشخص بود. من روی این دوتا آخریا فقط خانوما آقایون و چیز. آخه فنلاند و اسکاتلند اروپای شرقی نیست که روزیتا. دانمارک میگم فنلاند و دانمارک. نه 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 اروپای شرقی نه. اروپای شرقی نیست. اروپایی بود چهره هاشون. خب انگلستان و اسکاتلند نه بود به نظر من این دوتا آخری هست، نمیدونم. ولی مغولستان که اصلا نیست. فقیه شما چی میگی؟ اسکاتلند هم ممکنه. اسکاتلند هم ممکنه. نه نمیتونه بگه. کمک کنه بهمون. آقای آقاپور اسکاتلند هم ممکنه. اسکاتلند هم ممکنه. منم یه ذره من رو اسکاتلند یه ذره شک دارم. تو چی میگی؟ منم اسکاتلندم. چه کمکی شما میتونید بهمون بکنید؟ من اسکاتلندم. چالش بخواید میتونیم. ببین از این اسکاتلندی‌ها بعید نیست اینا وقتی مرداشون دامنا رو میپوشن دیگه توقع چی میخوای داشته؟ نمیشه چی میگه وقتی دامن میپوشن مرداشون دامنا رو میپوشن بعید هم نیست که همسرانشون کول کنن از گلولای عبور بکنن. راست میگه. نه داشت میگه دیگه. شما الان با احترام به بیننده های اسکاتلندی برنامه که با دامن نشستن اینجوری میدونی که ناتو اسکاتلندی ها پیگیر ناتو هن دیگه. چرا میخوام بیان تو ناتو؟ آره دیگه اصلا یکی از شروطه پیمان آتو اینکه یک کشوری عضو پیمان ناتو بشه اینی که تو کشور ریالیتی شوی ناتو برگزار بشه و برنامه موفقی بشه. ما الان ایران قرار عضو ناتو بشه. آها برای این برنامه. بله نه نه. برای چی داره این مسابقه ناتو برگزار میشه؟ من چیز دیگه ای شنیدم. من شنیدم این برنامه تمام دنیا پخش میشه، کشورهایی که بیشتر میخندن میتونن وارد ناتو بشن. آقا اینو بگو الان. بعد الان تو کشورهایی که عضو ناتو هن مسابقه ناتو برگزار شده و جزء برنامه‌های پربیننده و خب شما اول گفتی با اطمینان. ببین نه نه من این چون این فیلمو دیدم 100% چهره‌هاشون اروپایی بود. کمک نمی‌کنی آقای علی مردانی؟ هست. خب به انگلیسی‌ها نمی‌خوره. انگلیسی‌ها خیلی با پاپیون میتونه. آره تمیز و خیلی آفرین. بریم اسکاتلند. خیلی نظام فیتیلند دارن. بریم اسکاتلند. اسکاتلند. بریم اسکاتلند. اجماع کردیم اسکاتلند و اسکاتلند. من میگم اسکاتلند. آقای آقاپور اجازه بدین. بله. ما الان چون سه بار میتونیم کمک بگیریم. خب میتونیم کمک بگیریم. آره میتونیم کمک بگیریم. آخه این کمک این علکی کمک نمیکنه که. این میگه مثلا برام ادا میمون در بیارید مثلا براتون
خب خوبه که آقا سری قبلیه رو که ساخت روشن کرد که مثلا میگه صدای راسو در بیارید من براتون یه گزینه آقا کمک بگیری ده میلیون گیرتون میاد آره دیگه ده میلیون لطفاً صدای خیلی خوب صدای مورچه هم میشه در بود با ده میلیون پس آسون بگو ولی آسون باشه آره بذار باز از نصرالله استفاده کنم تفلک باید همینجور لال بمونه نه میتونه حرف گناه داره لال از دنیا میره یه چایی بیار برامون یه کاری بکن نه یه حرکت ما برای تو چایی بیاریم چرا منو حذف کردی مال استفاده کردم یه چایی بیار برام الان با تناب میام پیشت بشین نصرالله بشین نه آخه دل آدم کباب میشه نصرالله باز کباب نمیدن از خودت میخوام کمک بگو جان نصرالله ذهن متمرکز عجیب غریبی داره در حالی که نه الان میگم چرا الان در حالی که پر از پراکندگی های عجیب غریبم هست و تو یک مواردی اراده میکنه بسیار هم متمرکزه یکی از کارهایی که میکنه و خیلی قشنگ و جالبه اینه که تمرین تمرکزی مثل این اینطوری حرکت کنه این ضربه بزنه آره این وری بره این وری بره آره چی یه دونه داره آره آفرین بدن نبوده سری آره این طرفی با این فرق میکنه با اینم فرق میکنه این وری میره این وری من چی بلدم خودم نمیدونم دایره مربع ها دایره مربع دایره مربعشون خیلی معروفه آهنگم چندین جایزه هم به خودش یه دست دایره است یه دست مربع رو شکل میده خیلی سخته ولی اول ببینین از نصرالله بعد سعی کنید دست نیست یه دست من خیلی تلاش کردم دایره مربع معروف بشه دایره هم معروف شد مربعش معروف برم اونجا برو اونجا چون اینجا یکم همه نمیبینن همینجا هم خوبه تصویر خیلی خوبه از همینجا بچه ها یکی دایره یکی مربع مثل اون یادم نره نگام نکن ها اون برسی به جدی نگاه کرد همه چی یادم ره خب بچه ها این دایره هست باریکل خب پس بردیم در میلیون رو دیگه آقای رادش هم یکی از ماست دیگه حالا شما باید بتونی کار یکی از ماست خب اون که بلده که ماها باید باید گره نخوری داداش چالش برای ماست چشما داره چرا اینو گذاشته یه طرف ما رو گذاشته یه طرف آخه ما هم همه تو یه گروهیم آخه آقا یه دایره برو یه دایره برو ولی خوب میره روون نیستم خوب میری جدی ها به خود جدی میگم آفرین یه مربع تشکیل داد شما درست داره میگه شد باری کلا اولین میدیدی اوکی دمت گرم این از بعید تو زندگیم تا حالا کسی اینجوری نرفته چرا منم میتونم آقا منم اصلا ندیدم میشون بیاد به جای من این کار انجام بده بره از همونجا انجام بده دمت گرم فقیه برو از همونجا انجام بده دایره اینم خوب میاد یه زلت دو زلت خراب شد ببین همین دو زلتش خراب برو باریکلا آفرین یه زلت خراب شد اونم خیلی خوبه درسته وای باورم نمیشه باریکلا من آخه میخواستم بیام ناتو آقای صفیاری گفت برام یه دایره مربع برو ببینم من اینجوری کردم گفت آفرین ببین بیای ناتو شما ساز میزنید آره درامز و اینا نمیزنی شما از گروهای دیگه هم کارو کردیم باهاشون نه اینایی که درامز کارهای دیگه کارهای دیگه همش دارین کارهای دیگه بابا اینا همه یه نفر قبول نمره رو بگیر شما الان ایشون دیگه بلم نمیکنه دایره مربع همینا رو گردو بریم آها آفرین بدینی خوبه یه زل دو زل سه زل خدا خوب میره بدینی آقا قبوله قبوله خوب میری آقا بگو یه دفعه دیگه نه دیگه بگو اصلی رو خیلی سهمت کشیدی بین چی و چی گفتیم بین اسکاتلند و فنلاند یکیشو هست کن برام یکیشو هست بین اسکاتلند و فنلاند بین اسکاتلند و هست کن یعنی چی هست کن بین این دوتا یکیو هست کن آها که بدونیم کدومه اونی که غلطه فهمیدم آها اسکاتلند هست واقعا خیلی سخت شد که وای الان یادم اومد آسون شد که کجا سخت الان یادم اومد جدی میگم انگلستانه نه انگلستان نیست به جان خودم که منم روزی که نیست. این خبر رو بگو من اینو کجا دیدم بگم نه یه چیزی بگم میگه. بگو یه چیزی بگم من یه مسابقه ورزشی داشتم که میرفتیم پخش زنده بود خب بعد با آقای مشتبه الان حضور زن ندارم بعد من گفتم که این خیلی نه اذیت نکن بعد گفتم که این که اینجوری خیلی جدیه بذار من برم یه سرچ کنم یه سری ورزش خنده‌دار پیدا کنم خب
خب نه الان یادم اومد اون که میومد پنیر رو بل میکنن انگلستان. نه این ولی واقعا یکی از همین کشور رفقا بین این دو گزینه ولی آخه پنیر هم به انگلستان نمیخورد. ببین یه پنیر رو اینجوری میگیرن پنیر که مال دانمارک. نه اون مسابقه پنیر قرطانی رو میگی میندازن دنبالش میدوئن آفرین شیبه اینجوری اون مال دانمارک بود نمیدونم مال همه قاطی شد دانمارک لبنیاتش معروفه ولی فکر کنم فنلانده. کار خودتون آسون کردید. چرا زحمت هم براش کشیدید منم گزینه که باید حذف بشه رو حذف کردم. خیلی خب یعنی پس هم فنلاند واضحه دیگه. فنلاند فنلاند روشنش فنلاند. به به آقا از دور بفهم دیگه چی میخوای؟ باریکالله رادش کمک نکردی تو این مسئله. زحمت کشیدید براش. خدای داشته حواستمون رو پرت. یه منکس 10 میلیونی دیگه. ذخیره کردم. من دارم بپرس چقدر شده؟ چقدر شد آقا؟ 40 تا. 40 میلیون. نه دیگه 50 تومن شده الان. نه 40 50 تومن. هیچی نداره اونجا بخوره؟ 50 چرا؟ آذربایجان نگران اونی نگران ما نیستی. نه چون خودم الان ممکنه برم اونجا با بدونم اون بچه خبره. عمرن. چی خوردنی هست؟ عمرن. بچه ها یه میوهی وجود داره که خیلی بوگندوه. میوه ایرانی نیست. میدونم. استواییه. گواوا. گواوا ها. سمت چین و اینا. خیلی بوگندوه. گواوا خیلی بوی بدی داره. چی ها گواوا؟ از همین میوهای استوایی. من آبشو توی سوپرمارکت دیدم آب میوهشو گواوا. یک بوی بدی میداد. به خاطر دو حرف اولشه؟ نه بابا ربطی نداره برای خود میوه نخوری فقط آبشو خوردی. من آب میوهشو آره. خب نمیخورد اینقدر بوگند میده. منظورم اون نیست. نمیدونستم که خوب. بوگند میده. یه بوگندو دیگه هم هست به اسم دوریان. دوریان؟ آره. منظورم اونم نیست. آها. این بوگندو اسمش جکه. جک. آره. جک. آره. کدوم کشور بیشتر؟ خب بعد ناتو جک دوست داره منظوری؟ در واقع نه. اسمش جکه. فامیلش فروت. جک فروت. جک فروت. آره. خب. اما بسیار خوشمزه است. ولی بوشگن الان داری از اون میخوری خودت؟ نه این چیه پس این بوی بد ناشی از چیه؟ ناتو بازی عاشقه این میوز آها دیگه همین که من گفتم چه جوری میشه باشه که یه میوهی خوشمزه باشه ولی بوی گند بده آخه بو و طعم با هم آمیخته است دیگه جزء چیزه دیگه بعد از اهرام ثلاثه این معروفه چرا یا سیرابی مثلا آقای مدرس مشغول سیرابی بوی بدی میده ولی خیلی ها دوست دارم مزه شو احتمالاً بوش میره بعد میخوره مشغول خوردنش که میشه بوش میره نداریم الان امتحان کنیم ناتو عاشق جک فروته میپره بوش جک فروت کدوم ما میوه های غیر عادی معمولا دو جور زیاد والا دروغ شما ما تو تهران اواخر بود که میومد کیوی جک فروت مال اینه من در حد پرتقال و اینا میتونم کمک کنم ما که اصلا تابلو خرما فقط اصلا به من شک نکن ما عاشق خرما اصلا انبه معدنش جنوبه ولی خوشبوه نه خانم انبه معدنش سمت پاکستانه آره منظورم اینه که برها جنوب هم داریم دیگه جنوب هم داریم بندر هم داریم بندر زیاد داریم آقا یکی میگفت نگو انبه گفتیم چرا گفت آخه اولش خوب نی گفتیم خب چی بگی گفت بگو مانگو گفتم خونم آخرش خوب نی بعد با این فرمول بعد همه اینا رو تغییر بدیم عناب انگور انجیر نمیدونم انار انبر 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 انبار خب حالا الان چی یعنی اون آدمه اینو اولین میوهشه شما یکیشه خب من که واقعا جک فروت اصلا آشنا نبودم الان فهمیدین دیگه عاشق جک فروت بوی بد اصلا خوشم نمیاد من بعد از این مسابقه ناتو رو ببینم براش هدیه جک فروت خواهم ناتو رو ببینی آره دیگه بریم سوال. چقدر اثر انگشت کدام حیوان مانند انسان منحصر به فرد است؟ میمون نیست؟ یک. اگه تو این گزینه ها بود کلاغ. کلاغ انگشت داره آخه. آخه کلاغ انگشت داره. اونا چیه؟ اون سه دیگه بابا. بابا اونا پنجوله. پس با چی قارقار میکنه؟ انگشتش چنگالشه دیگه. دیگه. بعد اون یه آقا کلاغ که نیست. این هیچی. میمونه آها. دو اسب آبی. نه آقا سه کوالا چهار لاما پنج تنبل تنبل خیلی خوب بین کوالا و تنبل
برای اینکه آقا کوالا و تنبل مگه یکی نیست؟ نه سوم داره. نه کوالا ایناست که درخت رو اینجوری میگیره، مثل پنجه داره، مثل انگشته. چهره عجیبی داره، دستای دراز. تنبل درون خوبی داره، خیلی درونش خوبه تنبل. تنبل اونه که مثلا یه ما طول میکشه تا عرض جاده رو بره، توی بدنش حشرات لونه میکنن، انقدر ساکنه. تنبل اون تنبل چیز داره، از این چنگالای اینجوری داره. به نظر منم آره. خب پس طبیعتا اون به نظر من لاماش. میدونی چرا؟ لاماش شطوره. لاماش چرا؟ آخه دلیل دارم. چیه داره اون؟ باشه، چون نگاه کن اثر انگشت لاماش شطوره. تو شن و اینا راه میره، اونا دیدن تو شنا متوجه شدن این شبیه من یه لاما رو با یه لامای دیگه که ولی بقیه رو که نمیدونم برن درخت اثر انگشت، ولی اونو رو شن دیدن. کلاغ که نیست، سالبه به انتفاع موضوع، اسب آبی هم نیست احتمالاً، اسب آبی هم که هیچی، لاما هم که شطوره، اون اصلا چیز داره، سوم داره، تنبل هم که گفتیم ناخون. شطور سم نداره ها، دیدی کف پای شطوره؟ نه نه چرا؟ نرمه. آفه. شطور سم نداره. ما میگیم انگشت. زنگ شطور که انگشت شطوره. شطور سانان انگشت دارن. انگشت دارن تقریبا. نه نه یه نیمه است دیگه. آقا پور، یکی از انگشتاشون تبدیل به سم شده. بقیه انگشتا کوچیک پشته. خب این اتفاقی که میفته توی اونا که سوم یعنی داره. اثر انگشت داره نداره، معلومه نداره، یه دونه سوم دیگه. بس بین الان کوالا. کوالا من میگم، کوالا کوالا منم میگم، کوالا من میگم زود اینا با هم تفاوت دو تا. ولی آقا خب ولی تنبلم انگشت داره ها، اونم میگه کوالا. رادش تصویرشو الان برات ساختیم من دیگه، تو تجسم کوالا طلاق که نیست. شما یه جوری با هم دو تایی سه تایی میگی، اینا سه تاشون با هم ناتو ان قاطی میکنم من. یهو دو نفر یه بلند میشه انگار جادوشه، دو تایی میگه کوالا کوالا. اجازه بدید تنبل انگشت داره یا نه بچه ها؟ نه تنبل نه، ناخون توره. تنبل ناخون داره به چه درازی؟ تو میگی چیه؟ من به نظرم کوالا. ندیدی اون فیلمه رو؟ اصلا سه تا ناخونه که بهش میگن سه انگشت. راننده پیاده میشه، ماشین داره نگر میداره. تو همونی هستی که ابتدا راجع به کلاغ داشتی توجیه میکردی. آقا دیگه همه تون میگین کوالا دیگه. گفتم کلاغ انگشت داره. کلاغ حذف هست ولی بدبخ همون پنجولاش میشه انگشتش. آقا همه میگین کوالا دیگه، من الان هرچی بگم فرق نمیکنه. تو چی میگی نصرالله؟ من چه فرقی داره؟ خب بگو. اصلا شاید ما اومدیم پشت دست تو. خواستیم به تو اعتماد کنیم. من میگم اسب آبی که اثر انگشتش نمیشه، چون اثر انگشتش رو آب معلوم نمیشه، میره این که هیچ. کلاغ هم که نیست چون قارقار میکنه. خب لاما باید پشت دست این بازی کنیم. من میگم تنبله. استدلال رو ببین داره. من میگم تنبله. تنبل سه تا ناخون داره بیشتر. آخه تنبل همیشه خوابه، جاش توی رخت خوابه. نه تنبل چون تنبل خوابه، راست میگی آقا. این کلا تنبل دوست داره. آقا چیه پس همون کوالا؟ کوالا حالا یا درسته یا غلطه. تو مارمولک داشتی اثر انگشت داشت یا نه؟ اینو بگو. من چه میدونم تو قوطی دیگه، من نمیدونستم اثر انگشت دارن یا نه. مارمولک هم چیز داره. داره؟ داره فکر کنم. ناخون داره. چیز اینجوریه، پنجول. آقا همون کوالا، کوالا. کوالا شو. کوالا بره دیگه. چه میدونم. کوالا رو شش. آخه نیست واقعا، تنبل هم نیست، اونا که نیست اصلا. تنبل آقا چقدر کاسب شد. ببین یه چیزی بگم، ما ستاره انداخته یه طرف، خودش دیدی ساز مخالف میزنه، چون ما خودمون داریم جوابو میگیم. من داشتم تجزیه تحلیل میکردم. بله ولی ناتو هر کی هست یه ذره مشارکت کنه، خواهشاً. به خودم هم دارم میگم، فکر نکنید به شما. به به 60 میلیون خیلی خوب. چند تا سوال دیگه مونده ناتو بازی؟ سه تا سوال دیگه مونده ناتو بازی. خام بچهای همسایه رو جمع می‌کرده، ازشون پول می‌گرفته، براشون نمایش اجرا می‌کرده، تات برگزار می‌کرده. عجب ناتویی بوده. عجب ناتویی بوده. پول می‌گرفته براشون نمایش اجرا می‌کرده. بله. یعنی این از همون اول از مهارتاش پول در می‌آورد. بله. بعد تو کدوم شهر این کارو می‌کرده؟ نگفته. نگفته. ببین من پول نگرفتم از بچه محله، یکی دو بار این کار کردیم، رفتم کیت شعبده بازی خریدم،
با تمرین کردم یه ذره مسلط شدم. یه روز به بچه‌ها گفتم که چیز داریم، جنگ داریم. بعد پول گرفتیم و یه بلیتوری فروختیم و براشون اجرا کردم. خوششون هم نیومد، پولاشون رو پس گرفتم. مجبور به عمدت مبلغ شد. این که معلوم بود بردی پشتت قایم کردی. همه تریکا رو میگفتن. اون دستتو واکن، دستتو واکن. الان بزرگ شدن فهمیدن؟ میبینین نشون؟ نه نمیبینم. آخ آخ. محله خیلی خیلی دور، کودک. خب این براتون معلوم نیست. آقا پس وایسا بذار یه جمع بزنیم. چه آدم غیرعادی بوده ولی خودش. ببین آقا دور ازشون ببخش. اولیشو گفتن با مخ رفته تو استخر. آره تو استخر خالی افتاده، رفته تو کما. دوچرخه موتور. دوچرخه شده موتور. دوچرخه موتور. زندگی رو دوست می‌داره. درسش بد بوده ولی دانشگاه خوب بوده. شاگرد اول می‌شد. مرگ از مرگ استقبال میکنه، عاشق زندگی دوست داره. مارمولک هم دوست داشته. اون حیوان خونگیش تو بچگی مارمولک بوده. حیوان خونگیش مارمولک بوده. از روی آبشار با یه طناب رد شده. جک نیکلسون به نظرم روزیتا از اونا هست که برای بچه محلش نمایش بازی میکرد. جک فروت پول نه ولی دوست داشتم. تاج بازی میکردم پنجم دانشگاه. ببین این یه شمع زنانه دخترانه داره. مورد اخیر نمایش. آره این که مثلا برای بچه محله پول میگرفته. من یعنی یه دختر زرد آره اونجوری که داری میگی پول میگرفته. آره من زحمت باشه ولی نه میتونه پول بگیره اجرا بره. چیزی توش میبینم که این کارو میکرده و تا اونجا که میدونم آقای مدرس پسرم، آقای ناتجم که اصلا مخفف شد نر. آقا چه ربطی داره؟ خودم هم تا قبل این برنامه که یادم میاد جنسیتم مرد بود به نظرم. ولی الان شما گفته خودتون این کارو میکردین آقایه. شعبده بازی میکرد. نه به هر حال پول میگرفتی از نمایشت. اونم برگردونده گفت. اونم نگفته تئاتر که. نون نکرد برامون. اونم نگفته تئاتر که، گفته نمایش اجرا میکرد. من خیلی اهل کاسبی بودم راست رو بخوای. یعنی دست فروشی میکردم. چه میدونم آلبالو میگرفتیم پاک میکردیم، یخ میذاشتیم تو سینی سر کوچه میفروختیم قاشقی، از این کارهایی که بچه‌های دهه 50 میکردن. الان من خونم اجاره ای آقای آقاپور. اگه خیلی آدم اقتصادی بودم الان عذابی نبود. به باد دادیم پولا رو. بعد خرج عطینا کردیم. عطینا عطینا خوب مدیریت مالیش خوب نبود. به هر حال اینم ویژگی دیگرش. یه آقای لزه من یه سوال برام پیش اومد کاملا بی ربط. آقا عطینا ریشه‌اش چیه؟ از کجا اومده؟ عطینا ایشون مسئول پاسخ دادن به این سوال هاست. هر کی اینا خارج بیهوده. نه میدونم میخوام ریشه لغویش. حالا بگذاریم مثلا رب یه مترادف هم داره چیه؟ عطینا و چی میگن؟ دیگه هم چی عطینا عطینا تطینا؟ نه اون یللی تللیه. نه عطینا یه خرج عطینا که نه یه چیزی هم هست. نه داره به خدا بازش یه توضیح بدم. ببین بعضی از کلمه ها هست که معناشون یه چیز دیگریه، یه جای یه جور دیگه استفاده میشه. مثل چی؟ ما میگیم آقا مثلا تا فیها خالدون هم سوخت. بله بله معنیش اصلا میگه خب که در آنجا جاودانه هستند. فیها خالدون، فیها خالدون. خالد یعنی جاودان. به جای اینکه بگه فیها داخلون مثلا میگه فیها خالدون. اصلا ربطی نداره. این عطینام از هموناست. عطینا تطینا میگن. حالا اینو میگه من یاد یه خاطره افتادم. بگو یاد یه خاطره افتادم از مجید آقا کریمی. خدا حفظش کنه. خدا حفظش کنه. شاد باشه هر جا هست. مجید رفیقمونه. دمش که آره برف سنگینی بود و اینا می‌خواستم داشتم می‌رفتن سازمان بس. اون راننده سرویسی هم که می‌رفته تو میگه اون برف خیلی شدید شده بوده، راه بسته بوده. بعد یکی از چیزا مسافرها اشاره می‌کنه آقا نمون اینجا برو. میگه اونم میگه که اگه اینو بخوام تا اون ته برم که حسابم با فیاه خالدونه. کرامل کاتبی. یا یه مثل هست میگن یه وقت یه وقت کنه بود و یه وقت یه وقت کنه است. یا جا به جا کنه بود و جا به جا کنه است. با بزرگ هم میگفت. اصلا یعنی چی؟ با بزرگ هم میگفت. میگفت یه بار دیگه بگوش. یه جا یه جا کنه بود و یه جا یه جا کنه است. اصلا اگر یه جایی میگه ناحرف نابجایی میزدم با بزرگ جایی دارم جا به جا کنه بود و جا به جا کنه است. نه این موارد کاربردش این نیست. با بزرگ من اینجا به کار میبرم. ببین مثلا اینجوری آقا مثلا من 3-4 روز با من بودی من همش آدم عجولی بودم. خب آقا بجنبیم بریم استرس اینجوری میدادم. بعد یه روز من میبینید یله کردم عین خیالم نیست، رفتارم عوض شده. میگن نه به این شور نه به این یه جای جا کنه بود و یه جای جا کنه است. این چقدر عجیبه.
من نشیده که میگن فارسی شکر است. من اون یکی هم که شما عطینا رو فکر کردید دو تایی ولی داریم عطینا تتینا میگن یه چیزی میگن من قرائت فارا من سوتیا رو دارم میگم بعد وسطش میگه اینه که میگم فارسی شکر است. دلیل دلیل شیرینی واقعا یکی از دلایلش هست. بله هشتمین سوال میگه که امید به زندگی در روم باستان کم بوده. حدوداً چند سال بوده؟ به نظرم کم بوده. اینقدی نبوده. آره. یعنی از دوره معاصر باید کمتر باشه. یک، 20 تا 30 سال. دو، 30 تا 40 سال. سه، 40 تا 50 سال. چهار، 60 تا 70 سال. پنج، 90 تا 100 سال. نه دیگه. چرا گفتین کم بد باشه؟ ببین من یه دلیل دارم. ببین کلا یعنی هم میتونه زیاد باشه وحید. هم میتونه کم باشه. چرا؟ یا خیلی کم یا خیلی زیاد. یا خیلی زیاد. آره. چرا زیادش؟ حالا بهت میگم. به دلیل این که ببین مثلا آدمهای مسن در روم باستان مثلا سناتورهای اون موقع همه از بین کسانی انتخاب میشدن که سن بیشتری دارن. خب؟ یعنی سن بالا توشون زیاد داشتن. خب؟ این یه دلیل برای اون بخش بالاش. برای بخش کمش اونا چیز داشتن دیگه، مسابقات گلادیاتوری آره داشتن. آره دیگه، منم همین رو میگم تو ذهنم. و بنابراین جوونم بودن، پیر که نمیرفته گلادیاتور. آره دیگه، میگم من به تون خب سر رفت. اینا جوون بودن و میمردن تو مسابقه. تو مسابقه ممکن بوده بمیرن. تو مسابقه مردن فرق داره با اینکه تو تحت تاثیر بیماری و بلایای طبیعی بمیری و این بشه تجربه زیستی تو. عمرشون کمه، امید به زندگیشون کمه. خب یعنی میگفته تو این به داغونی ما 40 سال عمر کنیم خیلی یعنی خوبه. اصلا افسرده پفسرده بودن، یعنی مشکل روحی روانی داشتن. من... بالاخره ببین خودشون هم اگه نمیرفتن گلاتیو دودن بستگانشون هی میکشته میشدن. اقواماشون یارو میتونست انتخاب نکنه بره مسابقه گلادیاتور. ولی در قبال بیماری ها انتخابی نداشته. آره. ممکن بوده مریض شده. ولی بیماری نگفته ها. ببینیم امید به زندگیشون کم بوده. اجماع. یعنی یه موضوع اجتماعیه در حقیقت. تا 40 آره آفن 30 تا 40 کم 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 یا 20 تا 30 یا 30 تا 40 نه اجماع من میگم که حیفه ما داریم خوب پول جمع میکنیم مزه کرد حیفه بمیرن از آقای علی مردانی میخوایم یه دلقک بازی براش در بیاریم محمد محمد رضایی سوال هشتمی بود هشتمی سوال یعنی دو تا دیگه داری خب باز راهنمایی نکنه از ما راهنمایی میکنیم امتیازمون کم چی اصلا میشه اصلا دیگه راهنمایی نکنه اینا ما یه دونه دیگه داریم ما حالا میخوایم اینجا استفاده کنیم میخوایم جای دیگه استفاده صدای شیپورچی من در بیارم به ما میگی گزینه مناسب چیکار کنی صدای شیپورچی رو من در بیارم آقا آره. جواب درست نه اصلا مثل دو تا ببینی زمانای آره. قدیم مگه عمرای طولانی نمیکردن چرا بعد امید به زندگیشون یعنی به جهت روحی روانی بعد اینا خیلی حالشون بد بوده جنگ میرفتن به هر حال خیلی تو جنگا شرکت میکردن بحث اونجا رو داری قدرت بوده چالش میخواد در موضع ضعف نبوده راهنمایی دوستان چالش بگیرید دوستان چالش بگیرید بچا راهنمایی بگیرید چالش بگیرید چالش بگیریم ببین بچا دو تا سوال دیگه داریم آخه دو تا دیگه داریم الان چهار نفرید میتونید از چالش استفاده کنید بعدش میشه سه نفر یعنی چی الان یکیمون اوت میشیم الان آره دیگه الان یکی میره خب بچه فرق میکنه چالش یعنی میگه چالشو بزنیم برای اون موقع چالش موافقین بزنیم هر وقت دوست دارید خودتون بگید یعنی شما میگین کدوم بهتره تو نظر تو من نمیگم من آره صبر کن من میگم بین 60 تا 70 مثلا میانگینشو بگیرم دیگه بین همه عددهایی که اونجا هست من میانگین گرفتم 60 تا 70 به نظرم هر کی یعنی هیچ دلیلی دیگه نداره یه گزینه مطمئن ترشو بگه من گزینه 4 رو انتخاب میکنم روزی تا تو چی میگی گزینه مطمئن تر تو 40 تا 50 رو من حدسم میره اوکی شما چی آیرادش تو نمیگی منم میگم خب میگم نه میدونم تو هم میگی از این چه تو بگی آ این بریه در جهت خلاف خربت ساعت قربه یکی 40 تا 50 گفتی یکی 60 تا 70 من گفتم 60 70 40 50 من میگم 40 تا 50 40 تا 50 دو تا شد دو تا منم 40 تا 50 40 تا 50 سه تا شد اجماع معقول تره 40 تا 50 اجماع سفید شه چرا؟ چقدر ناامید بودم یعنی اینقدر وضع بد بوده
چقدر اولش من گفتم کم بوده دیدی؟ تا سوال پرسی گفتم کم بوده. آقای مدرسی با زور میبردنشون جنگ احتمالا. بچه جنگ و اینام زیاد بوده. من که میگم که ماجرای گلادیاتوری نبوده داوطلب بشن. یعنی جوون مرگ زیاد داشتن. میگرفتن؟ جنگ. همش نزا بوده. الان بهبود پیدا کرده. جنگ خودش امید به زندگی رو کم میکنه. الان در روم چقدر امید به زندگی میدونید؟ 90 سال 100 سال. اصلا اینکه خب انقدر علم پزشکی و اینا پیشرفته نبوده و جنگ هم زیاد بوده دیگه. جوون مرگ میشدن. دیر به تعداد کمی به پیری میرسیدم. طبیعیه که امید به زندگی کم میاد پایین. امید. آره. امید به زندگی کم بوده. آره. بله. بریم ویژگی بعدی. ولی نه. الان میام پیشت. خب میخواید تو این فاصله یه بار متمرکز مرور کنیم که ویژگیاش چی بود؟ بله، من دو سه تا میگم بقیه میسپرم. این توی بچگی یه بار افتاده توی استخر خالی و باعث شده بره تو کما. بله. به زندگی خیلی علاقه داره ولی در قبال مرگ هم آغوشش بازه. ادامه بدید شما. عرض کنم که دوچرخه تبدیل شده به موتورسیکلت. بله، دوچرخه قرار بودن براش بخرن. آه. پدرش موتورسیکلت یو خریده. بعد جک رایان نه جک فروت جک رایان چی؟ آه سریاله اون نفهم گفت جک نیکلسون. جک نیکلسون دوست داشته. تو میوه ها جک نیکلسون رو دوست داشته. آره تو میوه ها جک نیکلسون رو دوست داشته. این جک فروت دوست داشته. الان هم ماشین جک دوست داره. باید نیست. چقدر بامزه بود. روزی تا جونپاشو بیا. از آبشار با تناب به مدد یک تنابی محبت کردن تشریف بردن. بله. عبور کردن. زهاب داشتن. شما هم بگو. مارمولک یادمه. مارمولک دوست داشته. یعنی خونگیش مارمولک بوده. دیگه یه چیز دیگه هم گفتن. آه در مدرسه نمراتش بد بوده ولی در دوره دانشجویی دانشجوی نمایش هم بازی میکرده پول میگرفته. آفرین. حافظه های خوبی داری. همه دست بزنیم برای اونی که قراره حذف بشه. خدا چقدر من دوستش از اون ور رفت. من از این ور میمد هیچ چی شده. ببین هنوز نگفتیم کیه ولی داریم براش دست میزنیم. برای اون که داره میره. برای اون که قراره بره اونجا بشینه. بیا. به نظر تو کی الان از این جمع میاد اونجا؟ روزیتا. خودم هم همین فکرام میکنم. یعنی قراره جمع مردونه شه؟ آره فکر کنم. خب خانم قفاری بلند شید. را برن. برید اونجا با آقای مدرس با احترام بگید که برن اونجا بشه. ای وای. جررر. چه کاری بود ناتو کرد؟ من واقعا برای ناتو متاسفم. مدرس خیلی داشت کمک میکرد به ناتو. من مکدر شدم. به افتخار امیر حسینی. مخلصی. ببینم چی کار میکنی. آره از اونجا با ما هست. ناتو دیوونه است که الان آقای مدرس هست. چرا این کار رو کرد؟ دیدی خانم سلطانی. من متاسفم. دیدی واقعا. پس روزیتا ناتو. من آقای مدرس واقعا به نظر میدوزم. من نمیگم. آره چرا نمیدوزم؟ نه واقعا میکنم این کار رو. چرا با ارواح در ارتباطی؟ ما ارواحیم؟ احضار روح میکنم. آره. چون داشت کمک رو میکنم. البته نه اینجا واقعا
ارواح نیستن، حذف شدن. همچنان کنار ما هستن. همچنان حرف میزنن. آقای مدرس اصلا حتی به من نگاه هم نمی‌کرد به عنوان اینکه شک بکنه. آدم خیلی باهوش و حیایی. نه نه به جهت شک ناتو دارم عرض میکنم. میگم آقا بشین اونجا قشنگ اون میوه خوشگارو مل کن. چرا تو رو حذف نکرد؟ چرا؟ چون اگر این کارو میکرد معلوم میشد کیه. بریم سوال بعدی. سوال بعدی. بچه تنهایی سوال نهم. جواب بدی. نه ویژگی بعدی. ما تنها باید جواب بدی. ویژگی بعدی. چون بار اول که منو حذف کرد معلوم بود کیه. بعد بار دوم این کارو کرد که رد گم کنه. باید هم همین کارو بکنه. ولی باهوشه. از بین اعداد عددی مورد علاقتون هست؟ همینجوری بگیم. هفت. هفت. من 20. بس. هفت. 20 20 سه زیاد میگم ازم یهو میگن یه عدد بگو مثلا سه میگم سه زیاد میگی خب ناتو این بازی صفر رو دوست داشته نه عاشق عدد 13 عدد 13 اه 13 خوبه و و و اقرب باز رب باز اقرب بازه بازه هنوزم 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 اقرب الان اقرب بازه یعنی چی اقرب بازه یعنی چیکار میکنه علاقه عجیبی به اقرب داره دو تا شاخ داره پسر من در میاد یعنی تو همون قوطیه که مارمولک میگه اقرب من میریزه علاقه عجیبی به اقرب یعنی ترکیبی میزنه مارمولک و اقرب رو آره آخه اقرب رو یه سری چیز میکنه بله راجع به اعتیاد بله معاتید، معتادا مار... میشه چی؟ عقرب رو میارن میگزه آره، خودشون آره. رو و نشه میکنن واقعا اینو میگی؟ بله مار... ناتو این بازی عقمولک چی کار میکنه با عقرب؟ عقمولک خب این نا... ببین ترکیب عقرب این آدمی که در بچگی نمایش بازی میکرده و پول در میآورده احتمال داره که یه ذره بزرگتر شده این عقرب میگرفته و میبرده به علوم پزشکی میفروخته آره دیگه رومن از این حسابا نکنی یعنی این یاد گرفته چجوری پول در بیاره و این عقرب باز بودنش اینجا معنا پیدا میکنه کاسب بوده استخر خالی رو به جای استخر پر میفروخته و همه اینا به خاطر اون ضربه ایه که تو استخر خورد به کلش من یه سوال میتونم بپرسم میتونه جزء چیزایی که به شما گفته دروغم گفته باشه نه. آخه مگه میشه ببین این سوار موتوره میشده میرفته تو بیابونا عقرب جمع میکرده لای خاک عقرب میگرفته میبرده علوم پزشکی میفروخته پول بنزین موتور اینجوری در میاد. چیکار کنه نمایشش که نفروخته بیچاره. استخرم که از همون موقع که افتاده کلش چیز شده اینقدر داغون شده کی بوده. از تو استخر خوب بوده. از موقعی که هولش داده برادرش تو استخر این آقا رادش عقرب تا حالا زده تو رو؟ نه. جان من. با اینکه جنوب زیاد بود. نه نه. راست بگو. راست بگو. تو عقرب تا حالا دیدی روزیتا؟ عقرب دیدم آره. دیدی؟ آره. سوالا رو داری به من میگه زدت به اینگا من باید با هم خوابیدن عقربا. به من میگه زدت به اون میگه دیدی. به اون میگه میدونی چیه؟ چون کت شلوار داره مثلا. رفقا یادآوری میکنم که الان که دیگه قرار نیست کسی حذف بشه. بله. شما سه تا آخر نشستید. قرار دیگه یواش یواش ناتو معلوم شه. معلوم شده. بس بریم سوال بعد معلوم شده جوجه ککا خب دیگه می نویسید دیگه کیه معلوم شده چندی بعد می نویسید سوال بعدی می دونی چیه سوال بعدی میخوای بگی سوال بعدی رو سوالو می دونی ناتو سوال آره دیگه ناتو می دونه دیگه وقتی جواب بعدی اینه مثلا میگه که من در گذشته در کدام کشور برای درمان کمر درد از خرس استفاده می کردن بله از خرس خرس میرفته رو پشتشون راه میرفته یعنی دیگه کمری نمیشه شاید میشسته رو کمر کمری دیگه نمیمونده برای طرف احتمالاً از طول خرس استفاده میکردن بله. مردان خان در گذشته در کدام کشور برای درمان کمر درد از خرس استفاده میکردن یک برزیل دو بلغارستان سه رومانی چهار مجارستان پنج لیتوانی خب چهار تا کشور اروپای شرقی الان دادی به ما بلغارستان، رومانی، مجارستان، لیتوانی یا برزیل اون گزینه یعنی تنها گزینه‌ای که تو اروپای شرقی نیست نه مهم اینه که کجا خرس داره خب. داره برزیل خرس داره برزیل اصلا به خرسش مشهوره خرس برزیل من شنیدم کانادا خرس داره آمریکای شمالی خرس داره ولی ببین جنگل‌های آمازون در برزیله ممکنه اونجا هم خرس باشه
دیگه آمازون به اون وسعت یه دونه خرس توش میتونیم پیدا بکنیم ما دیگه. یه چیزی بگم، یه سوال دیگه بیشتر از این نمونده. آقا ما دفعه پیش ازت کمک گرفتیم. بچه ها یه سوال بیشتر نمونده. احتمال میدم سوال بعدی رو راحت‌تر بتونه جواب بده. آقا اینجا به ما چالش بده. اینو باشه، چالش بده. همینو بده. من واقعا آیا بین هیچی. دو گزینه موندی؟ نه، هیچی. نه، گزینه درستو بهمون بده. خب بذار ببینیم چالشو چجوریه. من تو سوال هنوز موندم، این کمر خرس درد بگیره چیکار می‌کنه؟ کمر آدما، کمر آدما آه برای درمان کمر. یه چیزی میتونم آقای آقاپور بگم؟ من احساس میکنم این مسئله خرافات رو در نظر بگیریم. مثلا یکی از اجزای بدن خرس رو مثلا میگرفتن، یعنی حتما از خود خرسش. ببین میگه که برای درمان کمر درد از خرس استفاده میکنن. طب چینی خیلی با اعضای حیوانا کار داره، ولی ممکنه کشور خرافاتی بتونه کمکم بکنه. اگر خرافات باشه شاید برزیل باشه. حالشو نمیخوای؟ مثلا چرا میخوای؟ مثلا بگمش دندون خرسو میکنه کسی که کمرش درد میکنه، مثلا آمپول مثلا فرو میکنه میشه. آره مثلا ممکنه دندونش باشه، ممکنه آفری یه چیزای مدل. خب بفرمایید چالشو بگم. بله روغنش هم میتونه باشه. شما تو این چالش راحتی؟ خدا رو شکر. شما ممکنه ناراحت بشی. چیه؟ عمرن شوخی میکنم. ببینید من چالش رو میخوام بندازم رو دوش وحید. سنگینه؟ ممکنه سنگین باشه، ممکنه نباشه. البته با وجود توانمندی که در بازیگری ازش دیدم سنگین نیست براش. میخوام که شبیه سازی نصرالله رو کنی در همین بازی. شبیه آره. سازه؟ شبیه سازی کنی؟ نمیدونستی؟ خب من شبیه ساز معروفه. معروفه. کلا همه چی. خب خب مدلی که امروز بود. بنابر این کلاه نصرالله رو ازش قرض میگیریم. خب تا من یه لباس هم برات بیارم. واقعا؟ آره واقعا. همین الان بپوشم لباس. بله. بله. باشه. خب لباسو بیارم اینجا بپوشی یا ببرم با لباس بیارم؟ ببر با لباس بیار دیگه. منم بیام چک کنم که لباس همینه. اگه 10 میلیون میشه نتیجه این کار من حاضرم. واقعا. به به. خب. من نمیدونی خانم قفاری با نیاز مالی شدید داره دست و پنجه نرم میکنه. الان گفتی پولا رو به باد داده. بیا. الان به خاطر من داری میگی لباس بپوش. فداکاری میکشمش. واقعا داری میگی. بیارمش پوش. واقعا. بیام. بیا. منم بچه‌ها سلام خوبی؟ من ناتو هم. یه شعر میخونم شما تکرار کنین ها؟ من ترانه های خودمه خودم گفتم ها؟ نمیدونی من ترانه هم میگم بگو. دنبالم نیا سمج زیگیل پیله. دنبالم نیا سمج زیگیل اینا تو خوب میاد پیله مثل روبایی کارات همه هیله. آفرین. یه لیوان آب دادی میگی رود نیله. کفگیر رو وردی میگی خود خود بیله. من اصلا تعادلم نگاه کن. بیا من اصلا نمیتونم تعادل. تنها آه ببین بدنمو داره قشنگ. نشستنشو میبینی نشستن. من فیسم دو مارمولک میخوره. دور میتونه. دوست میگی اینجوری هم کنن. اینجا هم میذارید از دوست. اینجا هم گذار. خدا نمیدونم. این هم بشینی دوتایی. من هاشف هم میتونم دوست. چون حافظه ای هم داره. این هم بشینید، این هم بشینید. آفرین آقای آقاپور. از خودش رادشتر بود. آفرین آقای آقاپور. واقعا آفرین. باریکالله. آره. اینم راست میگی، اینم بود. نصر جان ببخشید. ببین خودم یادم نیست. دو دقیقه پیش نبود، یه کار دیگه کرد. خودم اینجوری نشست. با دو تا دست بلند شد رو هوا. نه نه، خودشو نگه داشت. اینو برو پریدن خیلی. آقا خودشو نگه داشت. نه نگه داشت اون بالا. ها اینجوری بود. خدایا عالیه. یعنی مرسی عالی با اجازه. کلاشو بده دمت گرم. خیلی خوب بود. آفرین آقای عالی. آقا تو بسیار هنرمندی. آبی ها کمکت کنم برای دیگه. ببین جواب درست رو باید بگی.
واقعا واقعا تو هم دونگو میدی ها ببین تو هیچ کاری نکردی. یه دست دیگه، یه دست دیگه، یه دست دیگه. مخلصی بود، عالی. من میگی عاشق چیش، عاشق اون ریتم درونی بدنش درست آقا بود. ما از دوره نوجوانی تماشاگر آقای رادش بودیم، به هر حال تأثیر داره دیگه. سنبال تیپ سر خودین. نه جدی ها، ساعت خوش به هر حال ما تماشا میکردیم آقای رادش ببین. دیگه. ببین، بعضی آیتم ها که کمم نیست، به خودشم گفتم، بارها نگاه کردم هر چی فکر کنم اونو کی میتونست به زیبایی نصرالله بازی کنه، به ویژه بودن نصرالله بازی کنه، کسی رو پیدا نمیکنه. کاراکتر هیجان زدهش بود تو ساعت خوش که یه چیز آره بعد یه قسمتش بود بچه دار شده بود. آره آره. اون حالا اون قدیمی ها بگیر، یه آیتمی داره که تو آیندن با محمد رضا هدایتیه. آره نمیدونه گوش چیه، نمیدونه خنده چیه، جوری تو آلبوم نگاه میکنه نمیدونم چجوری دهنش اونجوری میکنه اصلا. آره اینا چیه؟ چرا مامان دهنش اونجوری کرده؟ محمد رضا اونجا عالیه، هی میخواد خودشو بزنه به اون راه، میگه مامان داره خمیازه میکشه، نصر میگه مامان دهنشو باز کرده داره خمیازه میکشه، میگه نه چه قشنگ داره میخنده. توش اصلا توش آره یه دونه هست که با نادر هست. با نادر سلیمانی اون خواستگاریه. آه. یه خواستگار شیک و خیلی مثلا با کلاس و ایناست، بعد میگه که من میتونم یه نخ سیگار بکشم، اون میگه سیگار با یه سیگار میکشی؟ میگه که این که مدام بکشم نه، هم بعد از اینکه تریاک میکشم بعد میگه میره هروئین میره کراک همه چی رو تر و تمیم گفت. آخرش هم گفت یا یوبوست بگیرم، یوبوست بگیرم. بابا اصلا نمیشه مثلش بود. اصلا آفرین به شما. بابا نزنی آفرین به شما واقعا. من چرا؟ من انقدر دیدمش به خاطر اینکه لذت میبرم دارم مثلا از این شبیه سازی لذت میبرم که میگم کی میتونست مثلا نصرالله رادش انقدر ویژه باشه. خیلی اعتماد. همه یه عالمه دیگه هم هست عجیب غریب مال جنس و امضای خودت، اثر انگشت خودت. دمت گرم. مثلت نداری. با آدما میدونی من حالا من شاید اینجوری هم آدم نیستم. ولی من اینجوری من اون آیتممو دوست دارم که معلم ریاضی داره شاگردم نیکا داره بهم ریاضی میپرسه. میدونی چرا؟ چون من اون چیزی به مزه میده که ازت چیزی بزنه بیرون که خودت وقتی میبینی بگی این کجا این من نیستم. خودت تعجب کنی. آره اون قشنگه. یعنی چیزی که برای خودت مثلا ساعت خوش اون کارو کردی الانم بکنی جواب بده من لذت میبینم. خیلی من اونو دوست دارم. خیلی نرمه. خیلی اسلوه. اینجوری هم. آره. اینجوری. تو اعداد طبیعی میدونی اصلا کدوم هستن؟ کدومان؟ بگو بینم. اعداد طبیعی طبعشون طبیعتاً اعداد عدد هم. طبعاً عدد هم. 100% میدونم عدد هم. 7-8 تا چند میشه؟ قاطی میکنم جدول ضرب استرسم همیشه نپرسی بیشتر میکنه تا اونم دیگه افتضاح بار میارم 7-8 تا 6-8 تا یه میرزم برم 10 به علاوه 2 چند میشه؟ من نمیتونم اینجوری باید بنویسم بنویس به چیزی کاغذ ندارم میدین ببخشید چند فرمودیم؟ 10 به علاوه 2 از چوب کبریت میتونم اجازه دارم استفاده کنم؟ هر کاری دلت میخواد. وای وای ماش بره اینک داره اونو من خیلی دوست دارم. آره اونو من خیلی دوست دارم. بسیار مرسی بچه ها برای مرسی از شما مرسی عزیز زشت بخوره. آقا من راجع به این سوال نه دیگه واقعا باید جواب بده آقای آقا پور. خب نه به نظرم وقتی که صحبت از خرس شد خب تو اروپای شرقی خرس داریم قطعا خب بلغارستان مجارستان رومانی لیتوانی ولی این فرهنگ خرافه و اینها گفتی باورهای قدیمی سنتی مثلا رومانی یه کشوریه که کولی هم زیاد داره میدونی دیگه کولی های رومانیایی داره آره من فکر میکنم با اون چیزی که شما اشاره کردید احتمال رومانی رو بیشتر میدم. آفرین دقیقاً علتش هم همین بوده این کار کولیا بوده. آره جدی؟ بله. خب رومانی چون واقعاً اووردن یه خرس بگن آخه بله. یعنی چی برای کمر درد من؟ بله. اون کمر رو خرد می‌کنه. پول خرس بوده. مردم پول میدادن به این کولیا
با شکار میکردن چه طول خرسا رو کمراشون را برن مثل ماساژ بوده برن. این داستان واقعا همین بوده. آره. ما تو فرهنگ خودمون هم هست دیگه، بزرگترها دراز بکشن میگن به بچه بیاید. آره. بنابراین رومانی بله. آفرین به شما. باریکر آفرین آقایان. یه من اکس 10 میلیونی دیگه بحبه. خدای حقتونه، دونه دونش حقتونه. وحید بپرس. چی بپرسم؟ چقدر شد؟ خب این 3 و 2 5 و 2 70 70 این آخریشه. آخریه؟ بریم قبل از سوال آخر ویژگی آخر رو باید بگیم. ویژگی آخر ناتو رو. آخری ویژگی ناتو. شاهکار ناتومون. خودش به ما اینطوری گفته که حافظه کوتاه مدت ضعیفی داره، اما حس ششم بسیار قوی داره. اکثر حس ششمت که خب معلومه قویه. آی رادش چرا؟ اکثر هنرمنده همینطوری. ببین در مورد حافظش یه چیزی بگم، وسط حرفش حرف بزنی یادش میره چی داشته میگفته؟ مسیر حرف عوض بدی؟ هنوز هم اینطوریه؟ هنوز هم اینطوریه. دیدین چقدر با تعجب به شما گفت چه حافظت قویه؟ نه من همین قبل برنامه با خانم قفاری گپ میزدیم، داشت یه خاطره خودمون رو مربوط به چند ماه پیش میگفت. آره شما یادتون با جزئیاتم میگفت که من خودم یه خورده گفتم واقعا همچین چیزی. ایشون حافظه کوتاه مدتش خوبه. بنابراین این به وسط حرفش نپریدی. نه چرا پریدم؟ یادش نبود آخه چیزی خودم که یادم من گفتم. خب استاد چیکار کنیم حالا؟ کامل شد دیگه. گفتیم دیگه، یه ویژگی دیگر هم گفتیم. ممنون. بریم سوال آخر. خب. بریم سوال آخر. ای خدا. چه باحال نشسته. خیلی خوب. قربونت. چقدر امروز تو باحال اومدی با این لباس، اصلا حال منو خوب کرد. هرچی بیشتر تعریف میکنم میام تو تعریف میره پایین تر. فکر میکنم هرچی بره پایین تر باحال تر. من یه توریستای هندو اینا میفتم. بله دقیقا همین شکله با همین کلاه. مورچه ها در طول 24 ساعت چقدر استراحت میکنن؟ خیلی کم. واقعا خواب ندارن این موجودا. گزینه ها 5 دقیقه، 9 دقیقه، 16 دقیقه، 40 دقیقه، 24 دقیقه. از اون سوالای خیلی. ببین نصرالله جان بگو. جان من بگو اینو دیگه حداقل تو کمکمون کن. باشه شما نمیذاریم ایلا تحلیل میکنیم ایلا من کل چیز شانسیه کلا شانسی هم من دویست چل کنیم یکیو تحلیل کنیم بزن آقای رادش بگه خب خود نظرمو بگم آره من میگم 24 دقیقه. 24 با توجه اینکه 24 ساعته بگیم هر ساعت 1 دقیقه 24 دقیقه معقوله. آره 24 دقیقه چون 24 تا مورچه هم هستن. 24 تا کجا 24 مشخصه. حالا خودت نظرت چیه؟ خودت منم هم همین هولوش 20 خورده 20 دقیقه اینا میبینمش بین 20 24، ولی نظر آقای رادش رو منم معقولش ترجیح میدم رو حرف آقای رادش حرفی نزنم واقعا. 24 دقیقه رو منم 24 دقیقه رو اوکی هم. اصلا میگم مرجا 20 جاری کار میکنن فقط 20 جاری میخوان. دو تا ناتو داره یا دو تاشون با هم میگن یه عدد میگن. پس هر دو رفتین پشت دست نصرالله. آقا بریم 3 رو بزن اصلا 16 دقیقه. 16 دقیقه میگه با هم دیل نکنی. شما یه چیزی من کی گفتم؟ نه چرا دیگه من دیل نه دیل من اصلا این سوال اهمیتی نداره چون واقعا نمیدونم کدومه. خب ما هم نمیدونیم. ما بر اساس همینطوری میگه 16 خب همینطوری آره برای اینکه واقعا نمیدونم. من دلیل دارم 24 تا مورچن 24 ساعته پس 100 درصد 24 دقیقه است. کجا گفته 24 تا مورچه؟ 24 تا میگه آ ببین ناتوارا دارن با هم بازی میکنن. ولی مورچه خدای اصلا ساعت ندارن که بخواد چک کنن چجوری تنظیم میکنن. ما ساعتشون رو چک میکنیم. آه ما اونا رو چک میکنیم. من 24 من 16. ببینی آره معروفن به کم استراحت کردن مورچه ها دیگه درسته. میگن 24 اینا کار میکنن. مثلا یه نفر یکی تو طایفه مثلا خیلی کاریه میگن یاد بگیر از این مورچه کار میکنه. شما دوتا هیچ گزینه‌ای نداریم به ما بگیر. اجماع چی الان؟ من 16 ایشون تو 24 دیگه
خب دو نفر 24 هم 24 شونزه درست از هر دو رفتین پشت دست نصرالله. آقا بریم سه رو بزن اصلا. 16 دقیقه میگه با هم دیل نکنی. شما نه من کی گفتم؟ نه چرا دیگه؟ من دیل نه برای من جا... اصلا این سوال اهمیتی نداره چون واقعا نمیدونم کدومه. خب ما هم نمیدونیم. ما با اساس همینطوری که... میگه 16. خب آره برای اینکه واقعا نمیدونم جوابو. قادش ببینید هر 12 ساعت مورچه ها هر 12 ساعت 8 دقیقه استراحت میکنن. پس درسته هر 12 ساعت هر 12 ساعت 8 دقیقه. خب ما اینو که نمیدونستیم که. حالا دیگه. واقعا شما میدونین مورچه ها چقدر استراحت میکنن. الان اون خودش به اینقدر دقیق گفته. من همینجوری گفتم. ببین دقیق گفته. بعد ما اشتباه گفتیم. بعد به من میگه رادش. الان من باید بگم قفاری. بعد اون به من میگه رادش. تو درست گفتی. من چرا مشکوکم؟ برای اینکه من واقعا همینجوری گفتم. من چند تا مورچه من مورچه رو شمردم بر اساس تعدادش یه چیزی گفتم. آقا من خیلی نگران شدم. نگاه کن خیلی نگران شدم. آخه ببین استراتژی هم میتونه باشه وقتی در واقع تو اگر جواب غلط بدی دور میشی از آره ولی این اتهامی جواب درست من واقعا اومدم در 24 کردم باشه که تو جواب غلطه رو روش اصرار کنی بگیرم 16 بعد باشه چرا فکر کردی همینجوری مگه همونطوری که تو فکر کردی 24 نه من میگم 24 رو شمردم تو هم ببین خب تو خیلی توهمی هستی مگه میشه 24 گیر میدی بهش میگی تو بگو بعید نیست که جواب درست رو نگه آره اونو میدونم ولی اینکه روزیتا چجوری تونست 16 رو بگی عجیب بود منم همینطور شدم منم تو کلا همینجوری مورچه میگی من بر اساس چیزهایی که تو ناتو دیدم چون این اتفاق افتاده طرف شانسی درست گفته ریختن روش آقا فنلاندم درست نبوده. گفت من فنلاندو نگفتم شما فنلاندو گفتی سه تا چهار تا درست گفت لو داد به هر حال الان سخت شد گیج کننده شد خب الان سخت شد خیلی سخت شد اگه آسون شده بود که داد نمیزدم سخت شده که داد کاش اینجوری نمیشد کاش همونجوری کاش همون 24 جواب درست بود خب رسیدیم به چی آخرش؟ آخر ماجرا. چیکار باید بکنیم؟ چقدر سخته آدم میمونه آسونه. شما هم شوکه شدین؟ نه. که روزیتا 16 رو گفت؟ نه واقعا همینجوری گفتم. من اتفاقی گفتم. چون من واقعا نمیدونم 5 دقیقه از 16 دقیقه از 24 دقیقه اصلا کدوم آدم میدونه. این بازی الان بین 3 نفره دیگه. الان چیکار کنیم؟ چی الان؟ حساسه. ناتوتون رو بنویسید. من که اصلا شک ندارم. خب چرا یهو چیز چوبی شد؟ خب دیگه آخرش چوبی من آخری مرحله آهنه دوستان ناتویی که الان در ذهن دارید رو بنویسید یه بار هم میشه تغییرش داد بنویسید بعد با 3-2 که من همزمان میبینیمشون بعد ببینیم نظرها چگونه است جر و بحث میکنیم و اگه کسی خواست تغییر بده یه بار این امکان پذیره شما دو تن نوشتید دیگه آره من نوشتم شما هم الان نوشتی؟ نه چیکار کنم شک دارم باز پاک کرد نوشت وحید پاک کرد من دارم میبینم چی مینویسه ببین نصرالله داره مینویسه قشنگ معلومه چی داره مینویسه نصرالله رادش نوشت الان نوشتی؟ بله نوشتم دوستان با شمارش من همزمان برگردونید آماده؟ 3 2 1 او دو نفر خانم غفاری وحید میگن نصرالله نصرالله میگه وحید
خب الان نصرالله تو باید قانع کنی که ناتو نیستی. چون منو قانع کن که من ناتو. چون دو نفر معتقدن من ناتو. شما دیگه راحت باشی، دیگه راحت باشی. خب من که طبعا باید ایشونو قانع کنم، چون من میرم اونجا گپ و گفت با خودت منو راضی کنی. آره دیگه شما دو تا با هم درگیر که من نیستم اونه. چاکریم. خب به چی ناتو میرسی؟ من یه اشتباه کردم، چون بازی بلد نبودم همون اول لو دادم ماجرا رو، یعنی به اون کسی که بود خیلی گیر دادم. الان به نش رسیدم که دیگه نباید این کار بکنم. دو دسته بعد با این تجربه بازی کنم. آره نظرت؟ الان دیگه فهمیدم نباید گیر بدم. نظرت تو وحیده؟ به نظرم با اون نشانه هایی که توی بازی، تو کل بازی ازش گرفتم وحیده. پس من وحید رو، من میگم نصرالله. نظرت تو نصرالله چقدر جالب. من نظرم میگه روزیتا اتفاقا خیلی هم خوب بازی کرد. اگر روزیتا باشه فوق العاده بد جنس خوبیه. آره آره اصلا باید ناتو باید ارزه ارزه ناتو تو اینه. البته بعید هم نیست روزیتا باشه. باید توانایی بعید هم نیست. آره راست میگیم. آخه تمام المان هایی که توضیح داده شد آقای رادش، من واقعا چهره شما جلوی چشم بود. خب بعد الان ممکن خوشم به تو باشه؟ آخه در چه صورتی این همه ممکنه باشه؟ آره محمد، آقا هر کدوم از ما سه تا ممکنه ناتو باشیم. ممکنه ناتو باشیم بله. هر کدوم از ما سه تا ممکنه ناتو باشیم دیگه. خب من الان قانعت کنم که اون ناتوه؟ آره قانعش کن. قانع کن که حداقل الان با من هم نظره. تو اگر میخوای نظرت به کرسی بشینه، من میخوام باید اونو قانع کنم. من میخوام از من بیار رو تو دیگه. خب دیگه باید قانعش کنی که من ناتو هم دیگه. فکت بیار. اما حس شیشومی و نحوه بازی ریختن روزیتا ناتوییه. نه من میگم نصرالله. اولش هم که اصلا ناتو اعلامش کردن ممکنه بین شیشاش معلوم بود ناتو. ببین من از فرافکنیاش فهمیدم خیلی فرافکنی میکنه، زیادی ریاکشن میده. چی نصرالله؟ نصرالله همینه. آره اصلا همین جوریه. نمیدونم ولی به نظرم زیادی داره ریاکشنش. نه همیشه درشت، اصلا تو بازیگریش هم درشت. خب فکت که آخه باید من آدم زیرکی نیستم. خیلی همه هم میدونه. خیلی تابلوه. الان معروفم به سادگی. خب زیرک کجا زیرک بودن؟ نه کجا جز خصوصیات؟ نه اینجا مدیریت اون داره. من معلومه که نداره. من لو هم اصلا. اصلا باحالی. و تمام این گزینه هایی که نوشته بود به عنوان توضیح دادن این آدم باحال بود. بن آدم باحال بود. ویژگی ها زیاد کمکم نمیکنه. اتفاقا ممکنه من در مورد اونا اشتباه کنم. ویژگی ها به نصرالله میخوره، یه تعدادش به وحید میخوره. اصلا به روزیتا هیچ کدوم نمیخوره. تو اصلا یه جور بین دو چرخ ببخشید. یه لحظه وایسا بین دو چرخ و موتور ببخشید. موتور به اون میخوره. رفته موتور خریده. تموم شد. پس روزیتا اینا عجیبه غریبه. پس روزیتا نیست. نمیدونم. ببین این که پدرش به جای دوچرخه موتور خریده، این احتمالا خانوم نیست. آفر. خب بنابراین من خودم که میدونم ناتو نیست. بعد اصلا آدم باحالیه. بین این دو نفر تمام این باحالا جمع شده تو دو نفر. روزیتا میتونه چجوری روزیتا میتونه عقرب باز باشه؟ خداییش دارم میگم. ببین از رو تناب که را رفتی. خب. نه من ظاهرم شیطونه. من اصلا آدم باحالی چیزی نیست. تو بچه آبادان بعد میگه که حافظه کوتاه مدت اینطوری، ولی ولی هوش رو چی گفت؟ حس ششم بالایی داری. داره. خب صبر کن. فکت مگه نمیخوای؟ گفت حس ششم بالایی داره. من واقعا اینو تو شما میبینم. یا مارمولک رو من چون توی جنوب زیاد میرم اون حس ششمش بالایی. من کجا؟ باهوشی و حس ششم و اینا هم هستا. مدیریت الان همین الان داره مدیریتت میکنه. همین داره اداره میکنه. چرا ببین ولی ناتو چیزی بودی آقای رادش. ناتو خسیس این خودش تابلو دیگه. ناتو خسیسی بود. کمک نکرد. دیدی چرا یه جایی کرد؟ کجا کدوم سوال کمک کرد؟ چرا یه دو سه تا سوال کمک کرد؟ اصلا شک نکن خودشه. ببین روزی دا من به تو اعتماد کردم. به خدا دو سه تا سوالو کرد. این سوال آخر جواب دادی پای تصادف گذاشتم. من نظرم هستم ولی نه گفتی کمک نکرد. یعنی اگر تو ناتو باشی این مسابقه تموم شه دیگه نه من نه تو. حواست یعنی ببینمت رد میشم بهت جواب سلامت هم نمیدم واقعا. الان چیکار کنم من؟ آقا چه کار بازیه؟ بازی داریم چه جواب سلام نمیدیم؟
برای جنبه بازی داشت. به من میگن که بعد خوشحال باشیم کیف کنیم داریم بازی میکنیم. خیلی کمک کرده توی سوالا. گفتم چرا خدا یکم کمک کرده. من منظورم این نیست ایشون نظر ما عوض میکنم. نه اوکی باشه. اگر ناتو باشه خیلی ناتو خوبیه. بله بعید نیست. الان با این گفتگویی که کردید نظر کسی تغییر کرد؟ فکر نمی‌کنم. من با برم اونجا ببینم تو. میگم یه آدمی که نه دیگه کسی اونجا نمیره، اونا میان. خیلی آدم باحالیه. منم باحال بودن واقعا توی آقای بابا باحالش دادن تو استخ با کله رفته پایین. این باحال بوده. باحالش دادن به کلش نه. استخ باحال بوده. چی بوده؟ این که هولش دادن یا نه خودت افتادی؟ هولش دادن. نه من نگفتم هولش دادن. گفتم افتاده تو استخ. خب افتاده باحالی بیفته تو استخ باحاله. نه ولی اونو پلانای دیگه تو دارم این باحالی هست دیگه خدای دیگه بابا اون آدم ماجرای مارمولک و موتور و دوچرخه اصلا مال روزیتا نیست. آبشاره کجا بود حالا آقای رادش؟ آدمی که فرت و فرت تو مدرسه تجدید می آورده باحاله. آقای رادش آبشاره کجا بود؟ آبشاره که با تناب از دوش رد شدی کجا بود؟ شوشتر خوزستان. آه شوشتر. آره دیگه معلومه اگه بودم نمیگفتم. شما دو تن معتقد بودید که نصرالله رادش ناتو بازی هنوز هم معتقده بله. درسته؟ بله بله. خب با چیزایی که گفت تغییر نظر داری؟ خیر. خیر خب شما هرچند تأثیر نداره تغییر نظر داری؟ من نه لغای تنبوی به قرش بوده یه روزی تا هم من شک ندارم آقا شک نداری که وحید ناتو بسیار خوب. پس اگر تغییر نمیدید قطعا قفل میشه دیگه بازی تموم شد. بله اینجا آخر خطه بازی تموم شد. بازی تموم واقعا بازی تموم شد. رفقا تشریف بیارید بریم ببینیم حالا ناتو با اون دیالوگ تاریخی کلیشه یادته. حالا آمرزا. حالا یه چیزی جا. بازی تموم خب شد اینجا آخر خطه. خب حالا سب با اینکه تأثیری نداره از بچه‌ها بپرس باز ناتو کیه الان میپرس با اینکه تأثیری نداره ولی باز بزا بگی من برم سر جام یا همینجا بشینم فرق نمیکنه. برو سر جام بیا اونجام دست کن دیگه بیا دست بعدم همش جاتون عوض میشه. من کنار ناتو نمیشم. کدوم ناتو الان ایشون عجب نه میخوام برم نظرش چیه. خوب به هم نگاه کنید در سکوت خوب به هم نگاه کنید خوب آره یکی نگاه کنید بگه اونه. خب نظر شما چیه امیر حسین جان؟ ناتو به نظرت کیه؟ هرچند اون پشتم با هم گپ زدیم تغییری کرد یا همونه آره. نظرت؟ نه نظرم همونه. خب میگم با توجه کی؟ به نشانه ها در طول بازی حالا همون بعضی از نکاتی که به عنوان ویژگی های فردی این آدم خونده شد و بعضیش هم پاسخ به سوالات و ریاکشن هایی که در حین بازی دیدیم و حس کلی و حس کلیم کیه؟ میگم دریافت منه. وحید به نظرت وحید. خب شما چی؟ من میگم که آقای رادشه به خاطر همون ماجرایی که بهتون گفتم خب بگو از همون لحظه اول که بیرون صحنه بودیم فرافکنی ها شروع شد. تا وقتی نشستم از قبل بازی برای خودت فکر قبل از بازی حتی موقع که توی اون اتاق رفتن و اومدن من فرافکنی ها رو دیدم شاید من اشتباه میکنم. مرسی. خب در این لحظه اوج ناتو گروه شما همین لحظه است. خواهش میکنم که ناتو بازی بلند شه و بلند شه و بلند شه و شما باید یه حرکت بزنید ما و بیننده ها رو به تردید بندازید. دیگه نشین دیگه همونی که وایسادی رو وایساد. ما نمیتونیم عدد در بیاریم چون ما من شما که معلومه سه ساعت دارم کلاس میذارم مردم عالی بودی خسته شدم. ناتو بازی ناتو بازی
بلند شو و بیسته. دیدی 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 حدسمو من رو داشتی به شک مینداختی. آفرین داری. چرا پنهان میشی؟ چرا پنهان؟ من الان جواب این این یعنی ارزه بابا. پس مرفع دیدن تو بودی که به جای دو چرخ موتور من هنوز میگم تو این جوابتونو میدم. دونه دونه جواباتونو میدم الان. اصلا متوجه نشدم. من واقعا مارمولک بابا اینا رو دروغ گفته مگه من عقرب برگام آقا من همین الان در جا عقرب رو بگو بازی باید جوابگو باشی یعنی چی مگه میشه بله یعنی واقعا آقا من الان یه اپیلاسیون کردم من خصوصیات مردونه گفته نه من به سوالا کاری ندارم وای 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 مگه میشه؟ خب بچه ها ببینید من هنوز میگم تویی هنوز میگم اونه میگم من هنوز جدیه این چوخی نیست تو خواهم بشینم من هنوز میگم شمایی به جان خودم این جدیه این مزه نیست بچه ها اجازه بدیم میگم تویی هنوز میگم چوخیه این میشه خواهش کنم اون کاغذ یه بار بیارین خصوصیت منو بخونی من برای بچه ها دونه دونه توضیح خب تو استخر افتادی رفتی تو کما ببینیم بله من حدوداً 4-5 سالم بود ما یک کارگری داشتیم من رو به روی استخر روی تاپ بودم تاپ میداد و یه دفعه تناب تاپ پاره شد و من رفتم تو استخر یه هفته تو کما بودم آخی. ولی برگشتم باشه آده. اونو اصلا ما مشکلی نداریم دونه دونه. و خدا رو شکر میکنیم حالت خوب شده من پدرم راجب مارمولک و عقرب چه توضیحی داری برای این جمع گفتم دونه دونه بریم الان دونه دونه پدر میدم. چرا با وعده دوچرخه موتور بله. خریده ببینید من پدرم آرزوش این بود که پسر داشته ولی متاسفانه فقط دوتا دختر داشته بابا پسر و دخترش مهم نیست سالم باید باشه چه نگاهیه نگوش کن بعد واسه همین اومد برای ما ایشون پزشکن توضیح بدم بچه‌ها وسیله نقلیه جنسیت نداره ولی دونه دونه قشنگ سوالا رو براتون توضیح بدم من پدرم آرزوش بود پسر داشته باشه چون بسیار البته خدا رفتگان شما رو بیامرزه ایشون فوت کردن ولی واقعا عمق زندگی رو واقعا میگن طرف عمق زندگی رو داشت به جای طول زندگی پدر من خیلی عمر کوتاهی داشت ولی توی 5 تا رشته ورزشی مدال داشت برای همین ماها رو مجبور میکرد به یک سری کارا یعنی من و خواهرم هر دو مربی اسکی هستیم یعنی هر دو ما رو مجبور میکرد به یه سری کارهای مردونه یا شاید ورزشایی که خیلی دور از ذهن یه خانم باشه یکی از این اتفاقا این بود که وقتی ما پنجم دبستان بودیم من بودم خب نمره خوبی آوردم و قرار بود برای ما دوچرخه بگیره و من دیدم یه دونه مینی هوندای کوچولو برای من خریده برای من خواهرم و خب از خودش هم یه دونه تجدید می آورده یه نمره خوب آورده خودش هم یه سوزوکی خیلی بزرگ هوندا 80 برات خریده بود یه مینی هوندا مینی هوندای کوچولو از اینه که چرخای پندا آره رنگش هم نارنجی بود خوشگل بود آره و خودش هم چون یه موتور خیلی بزرگ داشت ما تو جاده دیزین در واقع خودش جلو میرفت من خواهرم از پشت در واقع میرفت خب مارمولک میمون خونگی من در فیلم شوکران بودم و توی سر فیلم شوکران آقای معیریان در واقع طرح گیریم بود آقای معیریان یه پسری داشتم به نام بابک معیریان که ایشون در واقع مجری گیریم بودن و به من گفت روزی تا من یک سری مارمولک های بسیار زیبایی دارم و اینا رو دلم نمیخواد دیگه مثلا به کس غریبه بدم و اینا رو میخوام مثلا تو میتونی اینا رو نگه مارمولک اینا خیلی جالب بودن مارمولک های آبی بودن یعنی این در واقع آکواریوم نصفش آب بود و خیلی جالب بود جناب مدرس اینا به مثلا فکر کنی به مدت یک ساعت به این صورت مثلا وای میستادن تکون نمیخوردن سبز رنگ بودن و خاله نارنجی داشتن و بعدش مثلا یه دفعه یه تکون دیگه می‌خوردن و همینجوری وای می‌ایستادن بسیار جذاب بود. خصوصیات آفتاب پرست داشت. نه نه مارمولک‌های سبز کوچولو بود که در واقع خاله نارنجی داشت. و از این حالتش خوشت اومد؟ نه خب به هر حال هدیه بوده و من در واقع هدیه رو قبول کردم. حافظه کوتاه مدت ضعیف حس ششم قوی عقرب من بسیار حافظه کوتاه مدت ضعیفی دارم به شدت مثلا جناب آقای مدرسی شما به من چند بار تذکر دادین خانم غفری من مدرس هستم و آقا تذکر دادین الان اینم اشتباه داریم میگه حافظش ضعیفه من بودم تذکر نه نه ایشون هم گفتن گفتم من مدرسم شما میگین آقا پور هستم این نشون میده که من حافظه کوتاه مدتم خیلی ضعیف یعنی مثلا من میگم ببخشید شما خانم مثلا فقیه به من میگه من محمدی هستم میگم بله خانم
همون موقع یادم میره که فامیلشون بعد حس ششم قوی ولی حس ششم بسیار اقرب قوی اقرب راجع به اقرب چه دفاعی اقرب خودت داری؟ من فکر میکنم دوستانی که در واقع این سوال مطرح کردن یه مقدار دست بردن مثال شاید توی چیزا واقعا من نگفتم اقرب دوست دارم ولی گفتم من از مار و اقرب و اینا اصلا نمیترسم واهمه ای ندارم این گفتی سوال خوشم میاد نه نگفتم خوشم اصلا اقرب بازه نه گفتین اقرب باز شما من اینجوری آره من که خودم نمیگم چیز دیگه در مورد اون تنابه بود ها تنابه آره تنابه خب اینجوری رفتی یا اینجوری تارزانی کانادا بودم توی کبک بودم یه آبشار خیلی معروفی اونجا داره که در واقع ما با این نیاگارا؟ در واقع نه توی کبک یه آبشار دیگه داره که محلی تر کوچیک‌تر از نیاگاراست با تناب از رو آبشار ما رد شدیم من اصلا ترس از ارتفاع ندارم چون با راپل بله بله و منم واسه همین هی میگفتم اصرار میکردم یعنی رو با تناب رد شده یا باید یا با تناب رد شده من اینو چند بار توضیح دادم من واقعا شرمنده‌تونم به خدا نمیخواستم یه سوال حس ششمی که داری خدا نکرده خبرهای بدی که قراره بیاد میتونی به افتخار برنده بازی با صلاحیت شرمنده همه تونم عقش میگم به نظر من فوق‌العاده بازی کرد خیلی خوب بود واقعا دست قشنگ خیلی عالی بازی کرد خیلی خوب اینو دیگه میدونی چی شده اینو همکاری کردن باهات گفتن عقرب بازه که تو ببری اصلا دست قشنگی کمک کرد تو سوالا آره بابا نه خیلی خوب بازی کرد پشت دستای خوبی اومد من خیلیم چرمندتون شدم هنوزم رو اون ادعا هستی که اگه برندشی تقسیم میکنی بله هست واقعا اینو میخواستم الان عرض کنم بچه با دومیناتون دستکون بدین خدافزی کنی خدا نگهدار همه خدا هر کی به دومین خودش دید اینجا من نیست دور بید آره هر کدوم هم رو برم یاد اوکی من دومینات رو نمیبینم کلن کجا هم بسیار خوب بازی کرد بسیار خوب خیلی غافلگیر شدم من تهش واقعا چیز شدم ترک خوردم اصلا نمیشه بر اساس اینکه یه نفر این بازی رو میبره بگیم آه چقدر میتونه کلک بزنه اصلا اینطوری نیست یعنی واقعا دم روزیتا غفاری گرم هممونو فریب داد هممونو کسی رو زندگی میکرد که ناتو نیست برای همین ما هیچ من اصلا بهش شک نداشتم من شرمنده دوستام همه به من کمک کردن که این اتفاق خوب بیفته اون غفاری یه آدم به نظر من خیلی صادق که اصلا نمیتونه دروغ بگه برنده شد پس نمیشه اینجوری نتیجه گرفت حالا دلیلش خیلی عجیب و خاص بود خیلی باهوشه یعنی به این نتیجه رسیدم که واقعا هوشش خیلی زیاده اون سوال آخر رو درست جواب داد یه ذره مشکوک شدم ولی گفتم بابا تمام این خصوصیتایی که داری میگه عقرب و چه میدونم موتور و آبشار و این حرفا به نصرالله رادش میخوره این بچه شیطونی بوده دخترونه نیست این خصوصیت ها انقدر خوب ظاهر شد توی این بازی و انقدر خوب به اصطلاح چجوری میگم زیر پوستی توی این بازی بازی کرد که موفق شد دیگه. گول نخور به خاطر اینکه اون سوال آخر رو جواب داده همینو نگردار که اصلا واقعا شوکه شدم دمشقم خیلی خوب بازی کرد خیلی مثل بازیگری که نقش رو باور میکنه باور کرد که منم خصوصیاتی که خودم گفته بودم رو واقعا تو یکی از بچه‌ها پیدا کردم احساس کردم چقدر این خصوصیات با آقای رادش میخوره من واسه همه احساس کردم که آقای رادشه و چون خودم باور کردم و باور کرد که این منم یعنی با اینکه خودش بود باور کرد که منم برای همین اینقدر طبیعی بود و من فریب بزرگی خوردم و جا داشت فریب بخورم هر کسی دیگه جای من بود فکرم این فریب رو میخورد یه اتفاق بکنم کم پیش بیاد معمولا آدم ها طراحی میکنن اینجوری اینجوری کنم اینجوری کنم اینجوری کنم که برنده بشم ولی این اتفاق خاص بود من خیلی عجیب بود برام تجربه جالب بود ایشون یه بار کما رو تجربه کرد کمار کمار چی؟ کما یه بار جک فروت آره اما بسیار خوش ناتو بازی عاشقه این میوه آقا چه جوری میشه باشه که یه میوهی خوشمزه باشه ولی بوی گند آخه بو و طعم با هم آمیخته است احتمالا بوش میره بعد میخوره ناتو بازی بچه های همسایه رو جمع میکرده ازشون پول میگرفته براشون نمایش اجرا میکرده تات برگزار عجب ناتویی بوده عجب ناتویی بوده ناتو این بازی عاشق عدد 13
بله بله و اقرب بازه.